بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه یا حتی در کمینتون باشه، نشسته باشه کنار منتظر که شما بد اخلاق ناراحت بپره و بگه من اوقاتی بهتر هستم. امروز روز جمعه است و طبق معمول ساعت 12 ظهر با دوستان مجاهد جدا شده از فرقه رجوی بودیم، با آقای منصور نظری که احتمالاً الان ویدیوشون روی یوتیوب قرار گرفته، میتونید نگاه کنید و نظرات خود و پرسش‌های خود را مطرح بفرمایید. از این دوستان هم ممنون هستیم که یک صفحه تاریخ مجاهدین رو برای من و شما روشن کردن. گوش کنید به من بگید که صدا و تصویر در فیسبوک چگونه است. ما این هفته 2 تا میکروفون دیگه اضافه کردیم و 2 تا از اون میکروفونای قدیمی که نسبتاً گرون هم بودن ولی فیش چیز داشتن، بهش میگن 3.5 میلیمتر یا 3/8 اینچ، اونا رو ما گذاشتیم کنار و این 2 تا میکروفون هر دوش با USB هست. USB هم یونیورسال، نمیدونم USB یونیورسال، اینا میگن دیگه، ما یاد میگیریم بعد دیگه اصلش یادمون میره. در صورت اگه هستید بگید که صدا و تصویر چگونه است، ما هم اینجا شما رو دعوت کنیم ببینیم پیدا میشید یا نه. سعید بود در برنامه، خب میگه همه چی خوبه الحمدلله. خیلی ممنون آقای سلیمانی، خیلی ممنون آقای اکبری. سلام، صدا و تصویر در فیسبوک خیلی خوب هست. اگه یه وقت هم اشکالی پیدا کردید روی مردم tv.com اونجا هم میتونید، بعض وقتا فیسبوک به دلیل اینکه شلوغ میشه، اتفاقا اینو هفته پیش خوندم راجع بهش، نوشته که وقتی بچه‌ها میان گیم بازی میکنن اینا پراکسی میکنن. پراکسی این که لوله‌های آب، یادتونه مخصوصا تو شیراز، تهران رو خبر ندارم، تو شیراز اگه آقای اکبری میرفت حمام، اگه ما مثلا میرفتیم توالت سیفون میزدیم، حالا سیفون که نداشتیم، آفتاب آب میکردیم، بنده خدا سردش میشد. به این میگن پراکسی، یا یه جورایی هم نیابتی هم میشه که شعبه شعبه میشه، اینجوری میشه. در هر صورت برای فیسبوک این کارو میکنه، برای مردم tv.com این کار رو نمیکنه. ما ست میکنیم، تنظیم میکنیم بر اساس اینترنت قویی که داریم، بهش میگیم اینقدر بفرست. در هر صورت این اونجا فکر میکنم کیفیتش بهتره، مردم tv.com. اونجا هم وقتی میرید اگه صدا نیست، میکروفون به اصطلاح اسپیکر رو میزنید و ما ایرانی ها به همه اینا میگیم بلندگو، غلطه. در صورت که بلندگو یه چیز دیگه هم بهش میگن مگافون، مثل تلفن و اینها، این مگافون هست، ولی ما به اسپیکر هم، به این صحبت کننده هم میگیم میگیم بلندگو. همیشه هم از بس بلند حرف زدیم. امروز 28 آگست 2020 هست، برابر با 7 شهریور 1399. هوا به شدت اینجا گرمه، در کالیفرنیا آتش سوزی. و قبل از اینکه بیام تو برنامه خوندم که در پاریس گویا انفجاری رخ داده. بعضی وقتا شما نمیدونی این خبرها مال امروزه یا دوستتون دوباره اون خبر رو امروز فرستاده، مثلا مال 4 ماه پیش. در اصل نوشته بود 40 نفر یا کشته و مجروح شدن و گویا در یک جایی که ایرانی ها میگن آبر بانک، آمریکایی ها میگن ATM، اروپایی ها نمیدونم چی میگن. و خیلی جالبه، من یادمه توی بانک شیراز حتی قبل از انقلاب همین آبر بانک و اینا رو گذاشته بودن، اگه اشتباه نکنم بانک تهران بود توی شیراز. خب آقای زمانیان ممنونم از شما. آقای زمانیان زحمت میکشه، عکس هایی رو تهیه میکنه و ما از ایشون یه خواهشی کردیم، گفتیم شما که می‌نویسی مردم tv.com فاصله بینش هست و نوشتنش اینجوری درست داره، www.mardomtv.com بدون هیچ فاصله ای، و ایشون هم لطف کرده این کار رو انجام داد. ممنون و متشکرم. نقاشی های قشنگی یا با هر دستگاهی که استفاده میکنه درست میکنن که بجاز. همین اول برنامه من دیدم ویدیو هنوز شروع نکرده، میگه که سابسکرایب رو بزنید، بلندگو رو بزنید، فالو کنید، لایک بزنید. ما میگیم میذاریم، خب در خانه اگر کس هست
یک حرف بس است. وقتی ما حرف میزنیم اون دوستان انجام میدن، نگو که اونها درست انجام میدن، که همون اول میگن آقا بزن، حالا که نشستی گوش میدی این سابسکرایب زیر یوتیوب قرمز مال شما، بزن، وقتی میزنی خاکستری رنگ میشه، بعد بغلش هم یک ناقوس زنگوله بل هرچ که بگی اون میاد اونو بزن. اون حسنش اینه که هر وقت ما ویدیو رو گذاشتیم فوری برای شما میاد که آقای سعید خان که امروز گویا فیسبوک خبر نمیده و اینها، آلمان میگن گلدو گلد که مانیه، خب آها گل آتومات اونا درستر میگن پول اوتوماتیک، بله این گلدو من موقعی یاد گرفتم که دخترم آلمان دنیا اومد، رفتم شناسنامه بگیرم، آقای بازر هر بازر کاغذی که بهم داد گفت حالا برو دفتر بغلی برای کیندرگرل، گفتم کیندرگرل چیه؟ چون کیندرگاردن اینا بلد بودم، گفتم کیندرگرل چیه؟ گفت که پول بچه. اینو بارها گفتم، گفتم پول باید بدم اونجا؟ گفت نه بهت پول میدن. گفتیم خب چه بهتر، رفتیم اونور و این از زمان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده. اینایی که جنگ به راه میندازن آدم میکشن و آدمهاشون کشته میشه، بعد به فکر این میفتن که آدم بسازن. اگه فکر کنید احمدی‌نژاد هم این کار کرد بعد از جنگ ایران و فلان اینا، تو ایران هم گویا 1,000,000 تومان جایزه میدن به اونایی که بچه دار بشن. حالا دیگه نمیدونم 1,000,000 تومان اصلا ارزشی داره یا نه. خلاصه ما رفتیم دفتر بغلی، بهمون گفت که مثلا از این ماه ماهی اینقدر، یادم نیست برای ما خیلی زیاد بود، ماهی اینقدر بهتون کیندرگلد میدیم. گفتیم چه خوب، کاش اون بچه دیگه همونم اینجا دنیا اومده بود. گفت یه بچه دیگه هم داری؟ گفتیم آره. گفت خب به اونم پول میدیم؟ گفتیم نه اون ایران دنیا اومده. گفت نه مهم نیست، ما بهش پول میدیم، از روزی هم که اومدی آلمان بهت پول میدیم. گفتیم به دیگه اگر بهتر از این میخوای بلند شو برو. خلاصه یه پولی دادن و ما رفتیم باهاش یه ماشین فولکس واگن گلف خریدیم. اونجا میگفتن گلف، اینجا میگفتن ربیت. وقتی خریدیم دیدیم انقدر بنزین و این چیزا گرونه، میروندیمش میوادیم دم بانهوف میذاشتیم سوار قطار میشدیم، ولی مثل آرزو بدلایی که ماشین داشتن. البته خب بد نبود، ویکندا و اینا میرفتیم این بر اون بر. دوستان هیچ وقت از خودتون پرسیدید که این تلفنای ما جای چند تا دستگاه رو گرفته؟ یه عکسی برای من اومده بود که در 30 سال گذشته ما هی یکی یکی این چیزها رو گذاشتیم تو جیبمون. راست میگه دیگه، دوربین رفت تو جیبمون با تلفن، نمیدونم ضبط صوت رفت تو جیبمون، قطب نما رفت تو جیبمون، ولی فکر نمیکنم هیچ کسی شمرده باشه که چقدر از اون گذشته. این امکانات دسترسی به ایمیل، به بانکت، به مسافرت. من آلمان بودم، از یه شهری میخواستم برم یه شهر دیگه، نشستم تق 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 زدم و جا رزرو کردم، بعد گفت مثلا ماشین میخوای کرایه کنی، همه اینا. خب اینا اون موقع باید زنگ میزدی وای میسادی، الان دیگه کسی نیست، نه این ور که ما هستیم اون ورم کسی نیست، به نفع اونا باعث میشه که شما چیزها رو ارزونتر بگیری و در همین ماجرا باعث میشه یه عده بیکار بشن. اونی که به من میگفته گوشی رو داشته باش، یعنی پول میگرفته مشغول بوده، الان نیستش. تل اینا رو هم یه جوری درست کردن که تو و اون و اون و اون و اون همه رو در آن واحد میتونه جواب بده. دوستان عزیز اگه لطف کنید این برنامه ها رو با دوستانتون هم شیر کنید ممنون و متشکر میشم. اجازه بدید من یک چیزی اینجا مینویسم، دوستان لطف کنید این برنامه رو با دوستان خود شیر کنید. اینو اگه شما هم شیر کنید هم این رو هم بنویسید، من واقعا میگن از ته دل، آمریکایی‌ها میگن from the bottom of my heart، از همون صمیمانه صمیمانه ازتون تشکر میکنم. خب این ماجرای دل و قلب و مغز و اینا که ما هممون بعضی وقتا به اشتباه جاهاشونو میگیم، مثلا میگه آخ دلم درد گرفت، اینجا دل نیست اینجا شکمه، میگیم آخ قلبم درد گرفت، قلب اینجا نیست، قلب این وسطه، همه میگن طرف چپ و اینها بمانه. و یه دوستی داشتیم که ایشون از کجا؟ از خلیج فارس تماس میگرفتن و برنامه های میذاشتن اینها، و ایشون توی این برنامه ها ثابت کردن که نه فقط قلب به اختیار ما نیست تپشش، مغزمون هم حقیقتاً به اختیار ما
نبوده و نیست و نخواهد بود و چندین بار هم توی برنامه هاشون ثابت کردن. خب آقای اکبری کی فامیلت میشه همون اکبری نوشته آقا آلمان کویته. آقا اون وقتا میگفتن کویته. این ایرانی ها دوستانی که خبر ندارید، دوست ایرانی ها همون موقع هم در زمان شاه میرفتن کشورهای عربی کار میکردن برای که پول بهتری به دست بیارن. به همین خاطر یکی که میرفت کویت زندگی میکرد و یه چند تا جنس میآورد و اینها، بعد میگفتن آقا اونجا کویته، یعنی هم پول زیاد در میاری هم میتونی زندگی خوبی داشته باشی. الان همه دنیا ریخته به هم و با یه دوستی درباره کشورهای عربی صحبت میکردم و اینا، گفت آقا اینجا خیلی اوضاع خرابه. یعنی یه شکوفایی داشت اون مثلا دبی، اون شیخ محمد، اون ابوظبی اینها، و همین که الان های آمریکا داره سیخونک بهشون میزنه، اینا یه جورایی چیز مصنوعیه. مثل دوره شاه اون مصنوعی بود، یه دفعه پول نفت انقدر اومد اینا یابو ورشون داشت، چنان هم یابو تند رفت، هم خودشون رو زدن زمین داغون کردن، هم یابو رو مریض کردن، هم خونه و زندگی مردم رو خراب کردن. در صورت اوضاع اونجا خرابه. میگن آقای سربی یوتیوب جدیدن بعد از برنامه فارسی هر چی باشه بعد از اتمام فیلم یوتیوب میره اوتوماتیک رو برنامه بی بی سی. شهرام همایون هم گفت. نه عزیز من، آقای شهرام همایون چون دانش تکنیکش کمه، هر اتفاقی که میفته براش یه دلیلی میسازه. شما یوتیوب وقتی که میرید تو صفحه یوتیوب با موبیل نمیدونم، ولی یوتیوب با کامپیوتر، اون بالا سمت راست نوشته آتو پلی، یعنی اوتوماتیک بعدی رو میاره. حالا بعدیش اینا بهش میگن AI، Artificial Intelligent. Artificial یعنی مصنوعی، Intelligent هم که یعنی مثل باهوش. هوش مصنوعی میبینه مثلا آقای شهرام همایون بی بی سی رو بیشتر از یوتیوب نگاه میکنه، این وقتی یه برنامه ای رو نگاه میکنه بعدش میره اون. حالا من بهتون نشون میدم. بیا اینجا ما الحمدلله همه چی با مدرک. چرا میگم شهرام همایون نمیدونه؟ چند مدت پیش نوشته بود فلانی هم از دموکرات ها چیز میکنه هم از ریپابلیکن ها. گفتم شمایی که میشینی بحث سیاسی میکنی، این اولین قدم سیاست و کثافتشو باید یاد گرفته باشی که اینا دو نفر رو پول میدن که هر کدومش رفت تو آفیس کار اینا رو انجام بده و همشون هم همین جورن. همین الان نخست وزیری که آقای بایدن انتخاب کرده، این خانم کمالا هاریس، ایشون چه پولای از دختر ترامپ، چه پولای از ترامپ بهش دادن. چرا اون موقع میخواستن این از کالیفرنیا رفت شد سناتور، اینا هم اونجا هزار جا دستش مثل هزار پا دوزی میکنه و اینا، اون دستش اونجا هم باز باشه. این یکی بود. یکی دیگه دولت در تبعید که درست کردن. من نوشتم آقا شما اگه تفاوت تبعید و مهاجرت رو نمیدونی، بهتره همون برنامه های تلویزیونی مثل من بی سواد برنامه های تلویزیونی را بندازی. نه، یا دولت در تبعید یعنی چی؟ بله، دولت موقت، دولت درگذار. یعنی شما نگاه کن اون شریعت مداری، این بچه عقب افتادش حسن شریعت مداری، هنوزم که هنوزه این بچه آخوند از اونای دیگه بیشتر بلده، اومده اسمش رو گذاشته دولت گذار. حالا آقای چیز مینویسه براش عکس درست میکنه، مینویسه دولت گراز، چون همه اینا گرازن. ولی آقای شهرام همایون به دلیل کمدانی و فکر میکنه همه چیز رو میدونه، چیزها رو ممکنه غلط بگه. شاه هم همین اشکالو داشت. من الان شما رو میبرم صفحه یوتیوب رو، اینجا رو بهتون نشون میدم، کپچر سلکت ایریا. بیا اینجا قشنگ، این کامپیوتر من، این صفحه شه و بفرم کامرای دو. ببین من میام اینجا میرم یوتیوب، نگاه کنی، میزنم مثلا فیلم این خانم ملانیا که انگلیسیش از ما بدتره، نگاه میکنیم. این چند شب پیش اینجا برنامه بوده مال همین دروغای ریپابلیکن ها و اینا، اومده حرف زده. ببین این سمت راست هنوز تو صفحه نیومده، بذاری صفحه رو من بزرگتر کنم. سلکت ایریا. حالا جالب اینه که ما اینم هی خاموش میکنیم، این هی خودش روشن میشه.
بله ببینید select area کامرای 3 رو بذارم چون این کامرای نمیاد. اجازه بدید کامرای ما هم مثل ما گردن درد دارن خیلی نمیچرخنیم. شما نگاه کن select area آمد آمد نوبهار تی شد فصل یار. نگاه کن دوست عزیز اون بالا نوشته buy or rent یعنی یا بخر یا اجاره کن، کاری به این آبیه ندارم. این پایینش ببینین نوشته up next بعدی. ببین برای من گذاشته آقای استیون کولبر، چون من صبح تا صبح که میام استیون کولبر رو اون جیمی نمیدونم فلان و اون جیمی فلان و این کمدین ها رو نگاه میکنم، اینم برای من اون رو انتخاب کرده. اینه، اینو خاموشش کنه. آقای شهرام همایون میخوام بزرگتر بهتون نشون بدم، این یه تیکش رو این وریکی نشون میدم که ببینید این یوتیوب صفحش باز. بله اینجا کامرای دو ببین سمت راست این جا که حالا عکس خودتون هست و اونا هم خودش ماجرای هر روز عوضش میکنن. ببین اینجا نوشته آتو پلی، اینو باید خاموش کنید. اینی که خاموش کنی دیگه یه ویدیو که تموم شد وای میسه، نمیره رو ویدیوی بعدی رو ویدیوی بعدی. این بوده. حالا آقای شهرام همایون با آب و تاب آمده گفته اینجوری، بعدا میخواد بگه بی بی سی به اینا پول داده. آقا گور پدر بی بی سی، گور پدر آخوندا. ولی اشکال ما اینه که اینها بلد نیستن. اگه بلد بودن که بعد 40 سال مثل خر به گل نمونده بودن. شنیدم که این دولت در تبعیدشون هم حتی به مشکل برخورده. آی سوربی یوتیوب جدیدن اینو خوندم، آلمان کویت اونم خوندم. این پایین تر نوشته از فردا دوباره میشم اکبری. درود آقای سوربی عزیز. آقای رجبی میگه، میگه کاملا هریس پولی که برای کمپین تبلیغاتی از ایوانکا ترامپ بهش داده بودن پس داده، هم دونالد ترامپ بهش داده دیگه، فکر کنم مال اون موقع رو خرج کرده رفته. اگر هم پس داده لابد دلیلش اینه به صورت کود پس داده براشون فرستاده خورده حاصلش براشون فرستاده رفته. در صورت این چیزا درس‌های اولیه است. درس‌های اولیه رو تو آمریکا میگن 101، این کتاب مثلا انگلیسی 101 101 یعنی از اولی شروع میکنی، فکر کنم یعنی ورژن یک مثل ابتدایی. اینا درس‌های اولیه سیاست رو هم بلد نیستن. و اما صحبت از سیاست شد، من شما رو بچرخونم توی این دنیای فیسبوک و فکر نکنید همه مثل سوربی میان میگن آقا من کم میدونم بلد نیستم، میرم میپرسم میام بهتون میگم. اوکی؟ همه ادعا دارن. یه آقایی هست به نام داوود، والا من اسماشون هم یادم میره، بذارید اینجا نگاه کنم، داوود، آها داوود روشنی. ببینید چقدر واقعا ماها آدمای بدی هستیم. این آقای داوود روشنی رو براتون بیارم. آها نوشته اگر نمیخواید دوتایی کل کل کنیم پس چرا ملا بلاک کردید؟ خب برای که نمیخوام دوتایی کل کل کنم. ببینید اصلا فکر نمی کنه. این آقا فکر کنم اسکاتلنده، انگلستانه، یه همچی جایی. براتون عکسشو بیارم نشونتون بدم، بعدم یه چند تا از همین کلکلای بیهوده رو بین من و ایشون براتون بگم. اولا من هفته گذشته جمعه 28 مرداد که بود آمدم گفتم 28 مرداد همون روزی هم هست که سینما رکس آبادانو آتیش زدن. در آتیش زدنش هیچ حرفی نیست چون بنزین و این چیزا اونجا پیدا شده. بعد داستانهای مختلفی تا حالا گفته شده، من چون نبودم اونجا. آقا روزی که اونجا را آتیش زدن ما شب خوابیده بودیم، ساعت 12 شب بوده. اوکی مثل که آخرین سانسش بوده. این کلمه سانس هم من نمیدونم از کجا، یا سیانس هم بعضی ها میگه از کجا آوردن. آخرین نوبت نمایش بوده، دیده بودید میگه از 2 بعد از ظهر، نمیدونم 4 بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر، 8 بعد از ظهر، 10 بعد از ظهر یا شب، بعد نمیدونم 12، یعنی یه نوبت فیلم 12 نیمه شب بود تا 2 صبح. بعدم می‌خواستن اینا که از سینما میان بیرون مزاحم مردم تو خیابونا نشن.
چه فیلمایی هم دیده بود، نمیدونم فروزان در زیر پای اون، نمیدونم چیچی خوش هیکل در لخت و پتی. به ما گفتیم. حالا ببینید گفته من رو این آقا که حتما ادعایی هم داره، آقای داوود روشنی، اینم یه تبلیغ مجانی برای ایشون، برید بپیوندید به ایشون. بعضی ها میگن آقا تو خلی صفحه اینو اونو مجانی نشون میدی. میگم آقا میخوام شر اینا رو از سر خودم کم کنم، اینا برن دوربر هم دیگه بپلکن، به قول شیرازی ها بلولن، شما تهرونی ها میگین وول بخورن تو هم دیگه، ما میگیم بلولن. ببین این آقای داوود روشنی که هیچ چیزی از روشنی شما نمیبینید، این عکسش رو نگاه کنید که خیلی تاریکه، بعد این عکسه، حالا ما داریم ایرانیایی هم که بور و بلاند هستن، داریم ایرانیایی که خودشون رو رنگ بلاند میکنن، ولی این آقا حالا یا شنگوله یا زیاد خورده، چشاش هم باز نمیشه، این عکسشه. بعد این آقا برای من نوشته که نوشته وقتی من گفته بودم که آخوندا میگن ساواک اونجا را آتیش زده، ساواک و شهربانی میگن مذهبیون مخصوصا اسلامیون و طرفدارای آخوندا اونجا آتیش زدن و طبق معمول تو ایران هیچ چیزی برملا نمیشه، یه کسی نمیاد بگه آقا من بودم، الان عذاب وجدان دارم، شبا خوابم نمیبره، چون وجدانی به اون صورت نداریم. این فیلم 5 تا 5 رو حتما نگاه کنید، درباره فیلم و کلوپ فیلم و آقای تقی مختارم با شما یه صحبتی خواهم داشت. خلاص این آقا اومده نوشته که ای آقای سربی، شما هنوز نمیدونی که آخوندا آتیش زدن؟ برایش میگم که آقا شما برو حرف منو گوش کن، من میگم این میگه این، این میگه این، مثل دعوا، هر دعوایی که شما میگی، تا چند مدت پیش میگفتن هر دعوایی دو سمت داره، دو طرف داره، دو تا ماجراست، این حقیقت خودش رو میگه، این حقیقت خودش رو میگه، و قاضی، هیئت منصفه، جوری باید گوش کنن تصمیم بگیرن. بعدن معلوم شد که نه آقا، سه قسمت هست، هر داستانی سه قسمته، یه قسمتش اینی که آقای داور روشنی میگه، که چه داوری هم میکنه واقعا و چقدر روشن هم هست، یه اونیه که من دارم میگم، یه قسمتی هم واقعیته که شما باید بری واقعیت پیدا کنی. چجوری واقعیت پیدا میکنی؟ حرف امروز سوربی رو گوش میکنی، میری ویدیوی جمعه قبل میاری، میبینی که آقای داور این چه داوریه که شما کردی، آقای روشنی این کجات روشنه، این پشه های کوچولویی هستن میپرن تکونشون روشن زرده، فکر کنم این دوست ما به جای سرش روشن فکر باشه روشن تهه، میدونی که میگن روشن دل و فلان، اینا دیگه حالا رفته پایین ته بمانه. بعد میگم که آقا من که اونجا نبودم، من که تو دادگاهشم شرکت نکردم، اصلا دادگاهی نمیدونم برگزار شده یا نه، مطبوعات ما هم یکیش میگه 600 نفر زنده زنده سوختن، یکیش میگه 1100 نفر، یکیش میگه 300 نفر، هنوز یکی نیومده که بگه آقا این سینما رکس آبادان که نمیدونم طبقه فلان پاساژ فلان بوده، به همین خاطر هم ماشین آتش نشانی اینا حالا که دیر رسیدن هیچی، بعدم دسترسی نداشتن چون کدی وجود نداشت. کدوم کدی بود که مثلا یه مهندس بره بگه آقا این سینما رو نساز اینجا، 1000 نفر، 300 نفر، 400 نفر رو نفرست اینجا، پله نباید داشته باشه. یه سینمای تو شیراز بود، سینما تخت جمشید، تو خیابون داریوش بود، ته یه پاساژ بود، البته پاساژی نبود، یه ورودی بود. من همیشه همون موقع فکر کردم اگه این مردم، خیلی ها من تو ایران فکر کردم اگه مردم آتش سوزی بشه بدون از این پلا بیان پایین چی میشه، همه میرزن رو سر هم، اینجا میگن استامپید، مثل اسب که میدوه میرن رو آدم ها و اینا. بعد به این آقا میگم که آقا من شب که اتفاق افتاده، صبح بنده پادگان لشکر 92 اهواز، لشکر زرهی است، اونجا سرباز بودم و یادمه اون روز، حالا روز چند شنبه بود، رفته بودم موامو کوتاه کنم، چون ما یه مشکلی هم داشتیم با این افسرا، کلاره که میذاشتیم سرمون مومون اینجوری میشد، هی میگوش سربی موات بلنده، میگفتم والا من با این حمید معماریان دوتامون کله همو زدیم با ماشین شماره 3 و
او شونه میکرد اصلا میزد پشت زلفش معلوم نمیشد، پشت گوشش مال ما اینجوری میشد. میگن که همه چیمون راست میشه و فلان. چی بگیم من آقا تو آرایشگاه نشسته بودم، این آرایشگاه ارتش رادیوش روشن بود، رادیو داشت میگفت که سینما رکس آتیش گرفته، اینجوری اینجوری مامورین فلان کردن، شهربانی فلان کردن. بعد یکی یکی داستانا اومد. حالا من تا اون قسمتایش رو که شنیدم و منطقیه براتون میگم. یه آقایی بود مسئول شهربانی آبادان بود، اومد تو وایس آف امریکا صحبت کرد، چند نفر دیگه بودن اومدن صحبت کردن، یه آقایی اومد گفت اون آتیش زده، بعد گرفتنش معلوم شد اصلا این دیوونه است، کلبلی نمیدونم یه همچین چیزی گفتن، اینو راه انداختن بمانه. حالا ما این آقای داور روشنی رو میگیم آقا شما اگه میدونی خب شما بیا بگو، اون وقت ببین مردم چقدر مسخرت میکنن، چقدر بهت میگن مردک هزیون نگو، چقدر بهت میگن پوفیوس تو که اونجا نبودی زر نزن. معمولا چیکار میکنن؟ ترسو فرار میکنن. حالا ما اینو گفتیم. بعد آخر شب سینماها، چون خود من خیلی وقتا فرار میکردم مجانی میرفتم داخلشون، به این صورت بود سینماها از یه در که شما بلیت میخریدی میرفتی داخل وارد میشدی، از یه در دیگه خارج میشدی. نداشتیم تو شیراز سینمایی که در ورودیش و خروجیش یکی باشه. دلیلش هم این بود که وقتی داشت فیلم 8 تا در رو نشون میداد، اونایی که 10 تا 12 میخواستن برن میمدن تو سالن انتظار ساندویج و اینا میخریدن و میخوردن و تخمه میشکستن، تا فیلم تموم میشد اینا رو تو 3 دقیقه از در اونوری میکردن بیرون، این در باز میشد اینمد تو. سینما رکس گویا اون کسی که مامور اونجا بوده، خدمه بوده، همیشه آخرین سانس برنامه میومده این در رو دیگه زنجیر میکرده، در ورود رو زنجیر میکرده و در خروج فقط باز بوده. توی آمریکا خونه اتاق من الان باید در رو باز کنم به طرف خودم بکشم تا بل. اگر رفتم گفتم من اینجا رو میخوام بکنم آفیس مردم بیان، اولین چیزی که میگه، میگه این در باید به طرف بیرون باز بشه. اگه گفتم چرا، میگه اگر یه مشتری نشسته بود اینجا، اینجا آتش سوزی شد، جرقه زد، شیشه شکست، خواست فرار کنه، باید در رو به طرف بیرون بتونه فشار بده. در سینمای، در خروجی سینما رکس به طرف داخل باز می شده و اصلا اون بسته نبوده، قفل نبوده. اگرم شما حرفی از زنجیر می شنوید، زنجیر تو در ورودی بوده که دیگه تموم شد امشب، تا فردا طرف در اینوری رو بسته وای میسته در اینورم میرم، معمولا هم میمد میشنست اونم مثل دیگران فیلم تماشا میکرد و اینا که رفتن در اینورم میبست و میرم خونش. وقتی آتش سوزی میشه که اون آتش سوزی عمدی بوده و به دلیل اینکه چیزای داخل سینما هم ارزون و پلاستیک بوده، این دیگه شده مثل کورهایی که کلیمیا رو میسوزوندن، فوری این آتش اینجوری شده و اینها، مردم به اصطلاح هجوم میارن. کلمه حمله رو با هجوم اشتباه نکنید، هجوم میارن که بیان بیرون، دره رو فشار میدن و پشت دری که به طرف تو باز میشه گیر میافتن، همه این فشار بده اون فشار بده. همینجا چند روز پیش اتفاق افتاد، چند نفر زیر دست پا از بین رفتن و این برنامه همه جا اتفاق میفته. ولی برنامه آتش سوزی سینما رکس آبادان، آقای داور روشن دل یا روشنهایی هرچی، آقا بنده تو اهواز بودم، بنده تو هیچ دادگاهی نبودم. حالا راجع به دادگاه براتون بگم، من از زمانی که آمریکا هستم، شما روزی که میری امتحان سیتیزنشیپی میدی، یکی از شرایطش اینه که ازت میپرسن، یعنی بهت میگن شما با این قبول میکنی که جزو هیئت منصفه هم باشی. هر وقت گفتن آقا ما هیئت جوری میخوایم، شما باید بیای. ما هم که همونجا همه اگه میگفتن هر چی میگفتی میگفتی بله امضا میکردن، امضا کردیم اومدیم. بعد یه مدتی چند سالی گذشت، یه روز برای ما یه نامه اومد که آقا فلان روز بیا دادگاه. میری و دادستان و وکیل انتخاب میکنن که مثلا از این 50 نفر 12 نفر بیان، 6 نفرم
چند نفرم رزرو، نمیدونم. خلاصه ما گفتیم اه، ما که این فیلم‌ها رو که می‌بینیم تا دادستان داره حرف میزنه، میگیم این مردی که پدرسگ گناهکاره همین الان بکشینش، اصلا از بیزه آویزونش کن. همچین که وکیل اون میاد حرف میزنه، میگیم بابا این بیچاره بیگناهه. یعنی ما با هر بادی به این ور و اون ور میریم، قضاوت ما با هر بادی این ور و اون ور میره. من برای دادگاه ورداشتم، اون موقع مثل الان نبود رو اینترنت و اینا، ورداشتم نامه نوشتم که انگلیسی من به حدی نیست که این ترمهای قانونی آمریکا رو بفهمم و من نمیخوام یه وقتی گوش کنا آقای داورخان، من نمیخوام یه وقت، البته من اینا رو ننوشتم، از خانمم و دوستام و برادرم اینا پرسیدم نوشتم، من نمیخوام یه وقت قضاوتی بکنم که یه بیگناهی بره زندان، نمیخوام یه وقت قضاوتی کنم که یه گناهکاری آزاد بشه. این شما داشته باشی آقای داور روشنایی، از خودت خجالت بکش، چون من همه اون کلکلایی که به تو کردم داشتم وجدان تو آزمایش میکردم که ببینم انسان هستی، نمیگم مرد هستی. مرد هستی یعنی چی؟ زنا خیلی از من و شما مردتر و انسانترم. ببینم انسان هستی، یه جمله بنویسی سوربی من اشتباه کردم، شما درست میگی، شما گفتی آخونده میگه این، اون میگه این. آقا فکر بنده افسر راهنمایی ام، با موتورسیکلت اومدم اینجا، این میگه این تو قرمز اومده، این میگه این تو قرمز اومده، من شرح این ماجرا، ریپورت، گزارش این تصادف رو مینویسم. روزی که میرم دادگاه، رئیس دادگاه از من میپرسه سوربی چی شد، میگم این میگه این تو قرمز اومده. اون وقت مثلا حالا دوربین موبین اینا نیست که کسی بگه فلان این کار بدی کردیم، که ما آقا نقل قول کردیم، میگیم این ها میگن این، اونا میگن اون. حالا شمای احمق، شمای دانشمند، شمای فیلسوف، شمای محقق، شمایی که از پشکل تا بمب اتم رو میشکافی، گاهی وقتی هم مزه مزه میکنی، قضاوت کن. ولی شب راحت میخوابید که قضاوت کنید؟ ساواکی که امروز هنوز میاد تو بی بی سی افتخار میکنه که بچه های مردم رو، این آقای فراستیه کیه، بچه های مردم رو شکنجه میکرده، شما حرفای اینا رو قبول میکنید؟ آخوندی که هزاران قول داده و هزاران دروغ گفته، حرف اونا رو قبول میکنید؟ خب برگردیم به قضاوت. هیئت جوری، هیئت منصفه، حالا تو ایران چجوری بود که ما همه اون هیئت منصفه شنیده بودیم، ولی دادگاه ها کاری به هیئت منصفه نداشتن؟ داشتن، اگه داشتن من وارد نیستم، نمیدونم، چون قاضی قضاوت میکرد. بمانه دوباره دیگه هم برای من اینجا باز آمد که براشون نوشتم، دیگه این بار ننوشتم انگلیسیم خوب نیست نمیفهمم، نوشتم که من متوجه شدم پریجاج میکنم. پریجاج، این کلمه پریجدیس شما فهمیدید؟ میدونید همه اون استفاده میکنیم، نمیریم دنبال معنیش که آقا روزی یه کلمه رو برو بزن یعنی چی. این کلمه پریجدیس یعنی من نگاه میکنم، پریجاج میکنم، پیش قضاوت میکنم این آقای داور روشنی رو، مثلا چشماش اینجوری کرده، سیبیلش اینجوری کرده، اینجوری کرده. نمیگم این آدم ترسویه، این سیبیلو گذاشته که سپر کونش باشه، میگم این آدم اوتلا هست، میگم این مثلا همیشه مسته، معتاده، این میشه پرژدیست هستم درباره ایشون. یه سیاپوستی از این ور داره میاد، بعد بخ هیکلش گنده است، لباسش نمیدونم پارپوره از کثیفه، یه سفید پوستی اون ور میاد، میگم این میخواد منو کیفمو از من بدزده، پریجاج میکنم. اوکی، میرم اون ور، بعد میبینی اون سفیده کیف ما رو میدزده، اتفاقا همین سیاه میاد اون ور کمک میکنه. ما اینجوری شدیم. حالا یه آقای درود، آقای همایون مبصری، آقا من ببخشید دوستان، با آقای همایون مبصری قرار گذاشتم 11:30 به وقت کالیفرنیا صحبت کنم، اجازه بدیم به ایشون. آقا خیلی ممنون که اینو نوشتی، من بیام خدمتت. این ما وقتی دست کمی از آخوندام نداریم، ما وقتی چونمون گرم میشه، همایون مبصری، اجازه بدید اینجا پیداتون کنم. بله
خدا از سر این دوستای ما بگذره نگذره. حالا آقای همایون مبصری هفته پیش لطف کرد وقتی که ما رسیدیم به اونجایی که آقا خانم شما در دوره شاه از این دریای خزر چه چیزی نصیبت می شده، الان چی نصیبت می شده، از این دریای جنوب چقدر سهم داشتی، حالا چه سهم داشت. قشنگترین چیزی که یه نفر نوشت آقای تقی مختار بود، نوشت که آقا در دوره شاه می رفتن شمال دید می زدن فلان بسار اینا. خب خودمان بودیم دیگه جزو اینا، البته یادمون نیست که همون موقع که شما داری خواهر اونو دید میزنی، اونم خواهر و زن تو و دختر و مادر تو رو دید میزنه. بریم سراغ آقای مبصری. بله آقای همایون مبصری، بله نقل خلیج فارس. آقای مبصری نوشته بود به من زنگ بزن، من زنگ زدم، ایشون برای من یه تعریفایی کرد که گفتم آقا خب ما دنبال شما میگردیم. ولی دوستان واقعا جا داره که از امروز سعی کنیم کمتر بنویسیم، سعی کنیم کمتر قضاوت کنیم، کمتر به این اون فوش بدیم برای چیزایی که ما نمیدونیم. یه دختر خانم جوونی باز دیدم شکل مایکل جکسون هم هست، مثل که جراح دماغشون دوتاش یکی بوده، آمده بود با شور و هیجان میگو که اینی که فروختن، اونی که فروختن، اونی که فروختن، منتظر چی هستی؟ خب چیکار کنی خانم، فروختن زورمون هم نمیرسه. بنده فرار کردم، اونای دیگه هم که تبعید شدن، آخوندا شهرام همایون رو تبعید کردن از تهران بد و کثیف به لس آنجلس تمیز و زیبا. ببینید چقدر مسخره است. بریم سراغ آقای مبصری. من میخوام ببینم میتونم تماس ویدیویی داشته باشم. نوشته You will need to allow microphone and camera access for video chat. خب خودت بگو دیگه، آزاد کن دیگه. من توی این بذار یکی دیگه از این باز کنم. عجب فیلمی هستیم ما واقعا. کروم، ما کروم رو برای فیسبوک استفاده میکنیم و به آقای مبصری گفتم اگه میشه ایشون از سکایپ تماس بگیرن، ایشون گفتن که الان نمیتونن، فقط از آیفون و اینها با همین به اصطلاح با همین فیسبوک مسنجر. حالا بذارید ببینم اینجا میذاره من تماس بگیرم یا شانس و یا اقبال. بله اینجا میگه که you will need. خب بابا اوکی چشم، always block camera نمیخوام آقا، میخوام اجازه بدم. اوکی میگه dazzle نمیخوام، done manage. بله آقا شما از اونجا زنگ بزنید با همین فیسبوک ببینیم میشه. این میگه اوکی ask before accessing. اوکی اینا قبول کرد. حالا دوباره میایم. واقعا هاردویر اکسس ارو یو ویل نید تو الاو مایکرون. بالا به جدت من الاو کردم. الو شیراز یا به آتیش وقتا قدیما هم گفتن الو، چرا نمیدونم، باید پیداش کنم. اینم میگه برای آلویز بلاک میذاره، برای اون نمیذاره، نمیدونم. بذارید حالا یکی دیگه باز کنم. اون یکی دیگه چیه؟ اون یکی دیگه اینترنت اکسپلورر، نه اینترنت ایج، عوض میکنن هی فیسبوک. حالا من امروز قبل از برنامه میخواستم با شما تماس بگیرم اینو امتحان کنم، ما یادم میره دیگه، اینقدر بعض وقتا سوربی اینو اینجا حالا بنویسیم. اینم که حالا میگه باید برات پیغام بفرستم، بعض وقتا اینم یادش میره برای ما تکست بفرسته. فیسبوک میگه لاگ این، ببخشید آقای مبصری. خب میگه حالا کد برات فرستادم، حالا ببینیم میفرسته واقعا. میای میشینی تلفنم میگیری دستت همینجوری یا علی مدد؟ نخیر نفرستاده فعلا، نگاه میکنیم. آقای مبصری تو قسمت پیام ها تلفن معمولیتون رو بگید تا من با تلفن بهتون زنگ بزنم. نه این کد نفرستاده هنوز، مسیجمون چیزه didn't receive a code. و خیلی جالبه بعد میگی ما سرمون شلوغ نمیتونیم کد بفرستیم. خب شما اگه سرتون شلوغه چرا این سیستم رو گذاشتی؟ این ماجرای به اصطلاح دو سه تا پله میذارن که شما رو بشناسن، ایمیلتو میذاری، که این بزرگترین اشتباه بود به نظر من، چون ایمیل شما رو که میذارن به عنوان آیدی یعنی 50% اکانت شما رو قابل
به اصطلاح دسترسی کردن، چون هر کس ایمیل منو میدونه، ایمیل منو مینویسه، حالا میشه 50% دیگه پسورد. بعد میان میگن حالا میخوای پسورد تو ما به همین آسونی قبول نکنیم؟ میگیم خب چیکار کنیم؟ میگه برات با تلفن کد بفرستیم. میگیم بفرستید. بعد میزنیم حالا ببینید چی نوشته. Just check your notification in another browser. ببین میگه سرمون شلوغه، برو تو another browser. اوکی رفتیم تو another browser توی گوگل، ببینیم چی میگه. میگه که اینجا قراره بیاد که خب نه خیلی سرشون شلوغه، جمعه است، هیچ اینجا هم نمیفرسه. نگاه کنید دوستان، نوشته برو، اول میگه برات با تلفنت میفرسم، نگاه کنید کد رو کد، اون کد قبلی کامرای دو، یعنی approve from another device. حالا میگیم آقا text me a login code was sent to your phone. آها حالا اومد، اوکی ببینیم حالا قبول میکنه. کدومونم بلند بگیم که همه شما بشنوید و همه شما این کد رو وارد کنید، امیدواریم این انجام بده. منتظر هست این کد رو بگم، نه چقدر بلایید شما. save browser، بله review recent login، بابا نه ولمون کن، خودمون یه ساعت کشتیم. this was me، حالا میپرسه یه نفر داشته چی میکرده، خودتی؟ میگم حالا خودمه، دست ورده از سرم. بذار ببینیم برامون آقای مبصری، نه اینو من حتما میخوام امروز داشته باشم، چون اینجوری میتونم بعدم زیرش بنویسم که نه خیلی خیلی شلوغ سرشون. الان فیسبوک همینجوری داره میچرخه تا به ما نشون بده که آقای مبصری شماره تلفن، خدا کنه توی لیسته باشتش، گفتم هم یادداشتش کنم، اما شایدم کردم، بذار ببینم کانتکت. بعضی کارا رو انقدر ردیف انجام، بله اینجاست، نه این آقای حمید خان هست. چرا من شماره شما رو اون هفته که بهتون زنگ زدم، عجب بعضی وقتا دیگه آدم از خودشم بدش میاد، نه که اینجوری 949 یادمه، فکر کنم این باشه که من اولم فکر کردم مال چیز هست. حالا صداشم بلند کنم، جناب سوربی صبحتون بخیر. خیلی ممنون آقا، اینجا بعد از ظهر، وقتتون بخیر، ببخشید تقصیر منه. و اینجا یه صدای دیگه میاد میگه اکسپت، بذار ببینم اینجا اینو چی میخواد اکسپت کنی، شاید تصویری. الو آهان، با این با فیسبوک، حالا رو تلفن من هستید متاسفانه، اینم شده مثل برنامه‌های دیگه تلویزیونی، ما باید اینجوری فیسبوک رو بگیریم جلوی. آقای مبصری من از شما اول ممنونم که اون روز لطف کردی و با من صحبت کردید. من بدون اتلاف وقت، چون منزه کافی وقت شما رو تلف کردیم، میخوام از شما یه مقدار کمی از خودتون بگید، چون شما هم در قسمت‌های هوایی هم در قسمت‌های دریایی میدونید و یه مقداری ما رو آشنا کنید این جریانات دریای خزر. چون شما یه چیزی رو حتی گفتید راجع به قرارداد گلستان، گفتید ماها خیلی همون قرارداد گلستان رو هم نمیدونیم. من ساکت میشم، شما هر چقدری که خواستید صحبت کنید، من هم مثل دوستان گوش میدم و مطمئن هستم که یاد میگیرم. بفرمایید. روزتون بخیر جناب سوربی، حالا صبح یا شب یا ظهر، هر کس در هر جایی هست. راجع به خودم پرسیدید، من در نیروی دریایی شاهنشاهی وارد خدمت شدم به قول معروف و در فارغ التحصیل از دانشکده دریایی سلطنتی انگلستان هستم. بعدها دوره به مدت حدوداً 8 ماه روی ناوگان ششم آمریکا بودم، حدوداً 7-8 ماه هم در ویرجینیا بودم برای دوره‌های تخصصی. در این که پرسیدید در هوایی و زمین دریایی به قول معروف وارد بودم، در این به طور کلی خیلی خلاصه بگم، دوستان خلبان متوجه میشه
جنگنده که در بالا هستن برای جنگ با همدیگه و پیدا کردن همدیگه احتیاج به کنترل از زمین دارن. نیروی دریایی هم شروع کرده بود به پیش آوردن این تخصص. برای دیدن این تخصص من به آمریکا آمدم و تخصص کنترل هواپیماهای جنگنده در هوا که به نام کپ کنترل در آمریکا شناخته میشه این دوره رو دیدم و بعد دوره کنترل هلیکوپترهای ضد زیردریایی و امثال اون. کپ کنترل کنترل میکردیم این هواپیماهای F-14 و F-4ی که ما داشتیم که اینا جنگنده های دشمن رو پیدا کنن در موقعیت دلپذیری قرار بگیرن که بتونن هواپیمای دشمن و حالا هر کی هست از آسمون ساقطشون بکنن بندازن پایین و خودشون هدف قرار نگیرن. این یه تکنیک خیلی خاصی داشت. نقاط کور رادار هواپیمای دشمن رو بسی طرف بدونه که کنترلر باشه و نقاط مثبت هواپیمای خودی رو هم باید بدونه. حالا خارج از این موضوع خوندن نقشه های دریایی بودش که خوندن نقشه های دریایی ناوبری با خوندن نقشه های هوایی خیلی شبیه هم هستش و احتیاج به خوندن نقشه هوایی احتیاج به تخصص چندانی نداره. برای کسی که ناوبر هست، برای کسی که میتونه ناوبری بکنه. حالا برگردیم به قرارداد گلستان و قرارداد ترکمنچای. قرارداد گلستان رو که ایران بست با شوروی، خب همه میدونیم چه مناطقی رو از دست داد. بعدش آخوندها یا ملایان آمدن اعتراض کردن به دولت قاجار و اعلام جهاد دادن و ایرانو مجبور کردن که دو مرتبه با نیروی قوی تر از خودش و نیروی مدرن تر از خودش دوباره به جنگ بره و ایران هم متکی شده بودش به فرانسه. فرانسه هم با صلحی که با شوروی کرد پشتیبانی خودش رو از ایران جدا کرد. خیلی خلاصه بگم منتهی شد به قرارداد ترکمنچای. در این دو قرارداد به طور کلی ایران به مرزهای کنونی رسید. خیلی خلاصه نیمی از آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ترکمنستان و خیلی مناطق دیگه از کنترل ایران خارج شد. در اینجا کنترل دریای خزر یا کاسپیانسی یا دریای مازندران به دولت روسیه تزاری واگذار شد. یعنی ایرانیا اگر انگشت پاشون رو توی آب میذاشتن اون آب متعلق به روسیه بود و به جز اون مقدار ساحلی اجازه ماهیگیری و اینا نداشتن و برای اثبات این مدعا روسیه تزاری در بندر شاه اون موقع که در منطقه علیه شمال معذرت میخوام جنوب شرقی دریای خزر هست که امروزه بهش میانکاله میگن، شبه جزیره میانکاله، اونجا رو کشتیهاش میامدن نیرو پیاده میکردن برای امنیت اون منطقه و در این طرف هم در بندر انزلی نیرو پیاده میکردن با یاغیانی که در اونجا بودن مزاحم اونها بودن، نه مزاحم دولت مرکزی، مزاحم اونها بودن با اونا میجنگیدن و به طور کلی در میانکاله، شبه جزیره میانکاله دو تا کشتیشون همیشه حاضر بود. وقتی که در اون طبق اون قرارداد ایران مجبور میشه که به دولت روسیه 100 کرور سکه طلا، 10 کرور معذرت میخوام سکه طلا بده یا 100 کرور سکه نقره روبل روسیه رو بده، نه نقره روبل نقره ایران، یعنی تقریبا 10 تن، تقریبا 10 تن، نه تقریبا 10 تن، بله کرور میشه به زمان اون زمان به مساوی بوده با تن امروزی. چون ایران فاقد این پول بود که به قرارداد زمینه میذارن، دولت روسیه تزاری موافقت میکنه که ایران به مدت 100 سال این غرامت جنگی رو بپردازه. این رسم در تمام دنیا، یعنی در اون موقع بود که دو تا عهد حاضر که دولت‌های که در جنگ می‌باختن غرامت هزینه جنگی طرف رو بپردازن. تا اینکه انقلاب
روسیه میشه در سال 1921 دولت شوروی کنونی، دولت روسیه کمونیست در حقیقت، نه دولت روسیه تزاری، میاد برای نشان دادن حسن نیت میاد این مبالغ رو به ایران میبخشه. یعنی اتحاد جماهیر شوروی؟ بله، اتحاد هنوز اتحاد جماهیر نشده بود، البته به نام روسیه بودش، روسیه کمونیستی بود، اتحاد جماهیر بعد جنگ دو اسمش عوض شد. بله. میادش این مبلغ رو به ایران میبخشه، ولی بقیه مفاد قرارداد نهایی بود. این نبودش که در 100 سال من میخونم این ور و اون ور که طرفداران و بعضی از دوستان ادعا میکنن که اگر انقلاب نشده بود دو 100 سال قرارداد ترکمنچای که به پایان رسیده بود و این مناطق اشغالی توسط روسیه به ایران باز پرداخت و باز گردونده می شد. یه همچین چیزایی رو من دیدم این ورون بر می نویسم. چنین چیزی وجود خارجی نداره. اول از همه این 100 سالی که دوستان بهش استناد می کنن، این قرارداد در سال 1800 و اگر اشتباه نکنم 1826 در یه همچین موقعی نوشته شده بود، یعنی در زمان بعد تاریخ، نوع تاریخش تاریخ هجری قمریه. در نتیجه 1386 شمسی ما نمیتونیم مدعی بشیم که این 100 سال تموم شده. این شماره یکش. اون قراردادی که تاریخی که میخونن هجری قمریه، هجری شمسی نیست. از طرف دیگه حالا این به حالا این چیه؟ در نقش اشاره کردید به نقشه‌های هوایی. حالا برگردید به امروز. طبق اون قرارداد 1921 روسیه توافق میکنه با ایران که ایران حق کشتیرانی و ماهیگیری در دریای خزر به صورت مساوی با روسیه داره. این نیستش که 50% باشه، گفته هم ایران حق کشتیرانی داره هم روسیه اون زمان یا دولت شوروی زمان شاه اجازه ماهیگیری و کشتیرانی داره. این خیلی خلاصه است، اونم کشتیرانی غیر نظامی. البته امروز مدعی میشن که در اون قرارداد الحاقیه هیچوقت گفته نشده کشتیرانی نظامی، فقط گفته شده کشتیرانی. ولی در عرف بین الملل کشتیرانی یعنی کشتیرانی تجارتی غیر نظامی. حالا برگردیم به اینکه چه مقداری از دریای خزر مال ایران میشه. خیلی جالبه بدونیم که یه ساختار زیر آبی و ساختار دریایی رو ما باید اینجا بهش توجه بکنیم طبق قانونهای بین الملل. اگر ما به ساختار طبیعی دریاها نگاهی داشته باشیم، دریاهای آزاد، اقیانوسا، تا حدود 200 مایل دریایی، حالا 180 مایل، 220 مایل، ولی به طور متوسط 200 مایل ما جلو بریم از ساحل، عمق دریا به صورت شیب خیلی کم، شیب 30% این حدودا اضافه میشه حدودا، حالا بالا پایین هم البته داره. مایل دریایی هم با مایل معمولی فرق میکنه. بله، مایل دریایی هم با مایل زمینی فرق داره. مایل دریایی تقریبا برابره با 1852 متر، مایل زمینی 1640 متر. این تفاوت ها هم وجود داره. حدود 200 مایل که جلو بریم یه دفعه شیب در بستر دریا یا اقیانوس یه دفعه به صورت مورب خیلی شدید میره پایین. در نتیجه آمدن گفتن که تا حدود 200 مایل و ما اسمشو میذاریم به فارسی ترجمه شده به نام فلات قاره، که این سرزمین از لحاظ مواد زیرزمینی، معادن زیرزمینی تا این حدود 200 مایل متعلق به اون کشوریه که در اون ساحل داره در اون نقطه. حالا اگر ما برگردیم به دریای خزر نگاه بکنیم، دریای خزر یا کاسپیان سی یا دریای مازندران، بعضی ها در کتاب های جغرافی کلی از لحاظ جغرافی صحبت میکنم نه از لحاظ سیاسی، به این اسم دریا میدن
بعضی ها به این اسم دریاچه میدن. اگر به صورت دریاچه نگاه بکنیم، بزرگترین دریاچه یا محوطه آبی روی زمین هستش. اگر به صورت دریا نگاه بکنیم، شامل مشخصات دریایی به اون صورت نیست. چرا؟ چون دریا به مقدار آبی میگن که دسترسی داشته باشه به دریاهای آزاد، به اقیانوس‌ها. حالا اونایی که میگن دریا به این علته که از طریق رود ولگا که در سمت بالا در سمت روسیه هستش، رودخانه ولگا، اشتباه نشه، رودخانه ولگا قابل کشتیرانیه. این دریای خزر از طریق رودخانه ولگا و بعد ارتباط با رودخانه های دیگر داخل روسیه به دریاهای آزاد راه داره. در نتیجه اینا اون عده ای هستن که میگن که اینجا دریای آزاده. ولی از لحاظ تقسیم منابع زیرزمینی شامل فلات قاره نمیشه. چرا؟ چون که حدوداً یک چهارم این دریا در سمت شمالش به طور کلی عمق متوسطش از فقط 5 متر. به سمت ایران که میایم عمقش به حدود 1000 متر هم میرسه، ولی در سمت آذربایجان عمقش حدود 100 متره. آذربایجان جمهوری مقصودمه، در سمت ترکمنستان. از لحاظ ماهیگیری، ماهی که در این دریا خیلی ارزشمنده، ماهی خلاصه بگم اسمشون رو به حالا نبریم، بگیم ماهی خاویار. ماهی خاویار یک ماهی قبل از دوران قدیمه، یعنی قبل از دوران ماموت ها و اینا، دایناسور ها، در به اون زمان میرسه، از اون نوع ماهی هاست که در عمق زیاد دریای خزر زندگی میکنه. برای تخم‌گذاری اینا میان به بنده، به مرداب میانکاله و مرداب انزلی که روسیه شوروی در این دو منطقه دو تا سردخانه بزرگ دو تولید کرده بود. ماهی هایی که در این سردخانه در به حساب کارخانه پروسس کردن خاویار بود که تخم ماهی خاویار خامو بگیرن و نمک بزنن و بشورونن و توی قوطی‌های کنسرو بذارن و به طور معروف بفروشن، که اینجا میشه 50% مال ایران، 50% مال روسیه. همین این صحبت 50% که آمده در این قسمت پیش آمده. حالا امروزه ببینیم چی میشه. یه خط از نقطه که خاک ایران تموم میشه، خاک آذربایجان، دولت آذربایجان، جمهوری آذربایجان شروع میشه که رودخانه ارس هست. اگر از اون نقطه ما یه خطی به این سمت بکشیم که خاک ایران تموم میشه و دولت ترکمنستان شروع میشه، خاک دولت ترکمنستان شروع میشه، جمهوری ترکمنستان، یه خطی بکشیم، این قسمت پایین از لحاظ حدود سیاسی متعلق به ایرانه، از لحاظ سیاسی قسمت بالاش متعلق به شوروی سابق بود. از لحاظ نظامی ایران حق داشتن کشتی نظامی نداشت بدون اجازه شوروی. دولت شوروی کمونیستی در زمان شاه به ایران اجازه میده، یا معاهداتی که با هم کردن روی حسن نیت، حالا دلیل شرطی بوده، ایران اجازه داشتن ناوهای آموزشی رو پیدا میکنه که ناو شاهنشاهی شاهرخ که یک مینجمکن ساخت آمریکا بود، از طریق لنینگراد و رودخانه های سابق، رودخانه های داخل روسیه، میادش به سمت رودخانه ولگا. بالاخره از رودخانه ولگا وارد دریای خزر میشه، میاد پایین و در بندر انزلی یا بندر پهلوی اون زمان، یا بندر قازیان بهتر بگیم که پایگاه نیرو دریایی بود، پهلو میگیره و آموزشگاه نیرو دریایی، آموزشگاه درجه داری نیرو دریایی که در اونجا بود، از این ناو برای آموزش درجه دارا، برای آموزش درجه دارای موتور و ناوبری و بقیه رشته های نیرو دریایی استفاده میشه. این همون جایی که تیمسار آریان پورم بود یا اوشون بندر پهلوی بودن؟
نه خیر، ایشون همونجا بودن. نیرو دریایی در اونجا یه پایگاه بیشتر نداشت، پایگاه به صورت فیزیکی در بندر قاضیان واقع شده بود، نه در بندر پهلوی. اون مرداب انزلی یا رودخانه سفیدرود رو که شما در نظر بگیرید، سمت غربیش بندر پهلوی بود، سمت شرقیش بندر قاضیان بود. و بندر یعنی در حقیقت رودخانه این دو شهر رو از هم جدا کرده بود. حالا به صورت اصطلاحاً در نیروی دریایی ما بهش میگفتیم بندر پهلوی، یعنی نمیگفتیم بندر قاضیان، میگفتیم بندر پهلوی در شهر قاضیان. یه همچین صحبتی بودش. و تیمسار آریانپور هم در اونجا بودن. تیمسار آریانپور وقتی میرن به اونجا موقعی بودش که نیرو دریایی وارد دوران فاز جدید شده بود که اونم حالا در بخش خلیج فارس من بهش اشاره خواهم کرد. در این بخش جدید ایشون مأمور شدن که آموزشگاه نیرو دریایی رو به صورت آموزشگاه مدرنی در بیارن که جوابگوی و نیازمندی های پیشرفته نیرو دریایی بشه. آقای مباشری، منظورتون از فاز جدید اینه که نیرو دریایی مشکل پیدا کرده بود و نمیتونست کسی رو پیدا کنه، به همین دلیل آقای آریانپور رو دو تا درجه دادن، با وجود که ایشون خیلی جوان بود، یه دفعه از سرهنگدویی به تیمساری؟ و چرا همچین اتفاقی افتاد؟ این به غیر از سوالات مربوط به دریای خزر چون اینو میخواید الان من جواب بدم یا بعدن؟ اگر میدونی جوابش طولانیه بعدن یه بار دیگه از خودتون میپرسید. شما بله یادداشت بفرمایید بعدن اینو ما بهش، چون جواب یه ذره طولانی و به قول آمریکایی‌ها it's more complex than that simplicity that everybody talks about. یا به فارسی بخوام بگم پیچیده تر از مغز پیچیده تر از اونیه که دوستان و یا روزنامه های ایران بهش اشاره میکنن. و متاسفانه یکی از مضرات قوانین سانسور دولت شاهنشاهی هستش. بله. یعنی سانسور اضافه بر این که مزایایی ممکن بود داشته باشه برای حفظ امنیت که من توش دوچار توهم هستم، یکی از مزایاش این بود که مردم با حقایق واقعی که به نفع مردم هم حتی میشد بی اطلاع میموندن. یعنی سانسور یه شمشیر دولبه بود، هم به نفع حکومت زمان بود، هم به ضرر حکومت زمان. برای که اعتماد رو از بین میبره. بله، نه تنها اعتماد، اطلاع رسانی رو از بین میبره. اطلاع رسانی یکی از شفافیت، اسمشو بهتره بذاریم، یا شفافیت یکی از بهترین اسلحه های دموکراسی هست. در جامعه‌ای که شفافیت وجود داشته باشه، دیکتاتوری به اون صورت نمیتونه پا بگیره. نمونش هم همین دولت امروزی آقای ترامپ در آمریکاست که هرچی زور میزنه دیکتاتوری بکنه، ستون پنجم دموکراسی که همون مطبوعات باشن، باز هم میبینین جلوش وای میستن، باز هم میبینین مردم آگاه میکنن، مردم میان به خیابونها و اعتراض میکنن. این در دولت‌های دیکتاتور به اون صورت وجود نداره. اگرم وجود داشته باشه به انقلاب‌های خونینی منتهی میشه که نتیجه جز بدبختی برای اون مملکت‌ها نداره. بله، مثل همین چیزی که الان تو بلاروس هست. بلاروس هستش، در ایران اتفاق افتاد، در یمن اتفاق افتاده، در سودان اتفاق افتاده، در لیبی اتفاق افتاده، مثال زیاده. حالا anyway برگردیم به صحبت خودمون، کجا بودیم؟ بله، همین راجب این نیروگاه چیز میگفتین، در پادگان و اینها که این بر پهلوی بوده. بله، این پهلوی بوده اینا. این هم اون قسمت بوده. حالا امروز دولت قرارداد راجب شوروی ما چی میگیم؟ امروز با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت‌های جدیدی در سواحل دریای خزر به وجود آمدن. یکیش آذربایجان، ترکمنستان و اشتباه نکنم قرقیزستان. این سه کشوری که به وجود آمدن با ایران و روسیه
5 تا کشور میشن. حالا چگونه این دریاها تقسیم بشن؟ ایران شوروی، ببخشید، روسیه میادش با در سال 1970 روسیه میاد با دولت ترکمنستان در سال 1991 قرارداد آلماتا رو امضا میکنه با کلیه این دولت‌های از جدید تأسیس، نه تنها اون دولت ترکمنستان، که در اینجا این دولت‌ها قبول میکنن که قراردادهایی رو که دولت اتحاد جماهیر شوروی با دنیا داشته قبول بکنن. حالا این قراردادها هر چی باشه در تمام دنیا، در اون 15 کشوری که به وجود آمده، فقط این دولت‌های ساحلی نیستن. بعدن در سال 98 شوروی میادش موضع خودش رو تغییر میده و در سال 1380 و 1381 با قزاقستان و سپس با آذربایجان قراردادهای دو طرفه امضا میکنه که فقط با کشیدن خط مرزی بین اینها دریا تقسیم بشه، که در این سیستم 27% سهم قزاقستان میشه، حدودا 19% سهم روسیه میشه، 18% هم سهم آذربایجان میشه. ایران و ترکمنستان به این قرارداد اعتراض میکنن که این قرارداد رو قبول ندارن و ادعا میکنن که به صورت مشاع یا به صورت دست جمعی، یعنی هرچی هست جمع بشه، تقسیم هرچی هر جا در میاره جمع بشه و بعد بین 5 کشور منافع تقسیم بشه به صورت مساوی. اون 3 کشور هم قبول ندارن. به طور مثال مثلا میگن که دوستان میگن در زمان شاه 50% مال ما بوده. اگر 50% مال ما بوده، چرا دولت شوروی اون زمان از نفت آذربایجان و نفت ترکمنستان چیزی رو به ایران نمیداده؟ نفت قرقیزستان، چرا این نفت رو در می آورده و به ایران پشیزی هم نمیداده؟ اون رد میکنه اون ادعای 50% رو. بعدن ایران میادش در با این دو دهه این اختلافات ادامه داره تا در سال 2018 روسیه اعلام میکنه که به توافق کلی رسیدن و ایران هم قبول کرده این توافق کلی رو. به صورت متن پیش قرارداد صحبت میکنیم. چرا؟ چون به طور مثال در ایران هر قراردادی با دولت خارجی باید به تصویب مجلس برسه و هنوز هم در مجلس ایران چنین قراردادی امضا نشده، یعنی هنوز از لحاظ دولت جمهوری اسلامی قراردادی وجود نداره، یه متن پیش قرارداد توافق نامه فقط وجود داره و در این پیش قرارداد به صورت 12 مایل ما بریم جلو میگن آبهایی هستش که از لحاظ سیاسی در اختیار دولت ساحلی هست، که در همه جای دنیا در آبهای ساحلی این وجود داره که اگر وارد این آبها بشید شما بعد از دولت اون ساحل، از اون مملکت باید اجازه بگیرید وارد این آبها بشید. بقیه دریا به صورت کشتیرانیش به صورت آزاد بین همه هست. یه متن قرارداد و این قرارداد سال 2018 اینه که هیچ دولت خارجی به جز این 5 دولت اجازه داشتن نیروی نظامی در این دریا رو نداره. این یه قسمت مهمیه که دولت روسیه دنبالش بود، حتی گناهشو به گردن ایران نندازیم، یعنی کردیتشو در حقیقت. این چیزی بودش که روسیه میخواست. خواهی مبصری ببخشید من خیلی رک از شما سوال کنم، شما مزدور و مامور آخونده هستید؟ نه خیر قربان، من حکم اعدام منو ای آقایون صادر کردن. من حالا چیز نباشه با تحویل دادگاه انقلاب شدم در دهه 60، موقعی که جنگ بود و از اونجا حالا داستانش جداگانه است. بله. آخه یه اشکال بدی که الان مخصوصا به کمک این رسانه‌های مجازی
خیلی هم بدتر شده اینه که فوری تا شما یه حقیقت رو بگید که مخالف رأی یه نفر دیگه باشه، اون طرف شما رو مزدور و خائن و اینجوری خطاب میکنه. من حالا بعدن یه وبسایتی رو برای شما میفرستم که چند تا از دوستان نیرو دریایی نوشتن که این سربی تو نیرو دریایی نبوده و این جزو حزب توده بوده. میگم من اصلا سال 35 دنیا اومدم، اصلا فکر نمیکنم دیگه اون موقع حزب توده‌ای بوده که حالا من 20 سال بیام. در اصل من اینو به صورت مزاح و شوخی از شما پرسیدم. من سالها بخوام اینو توضیح بدم، شما خودتون در جریان هستید که حدودا 10 سال پیش که ایران حقوق بشر ایران در سازمان ملل در ژنو مورد بررسی دوره‌ای قرار داشت، گروهی که من تو تشکیل داده بودم، ما رفتیم در صحن سازمان ملل، یعنی در صحن سازمان حقوق بشر در شهر ژنو بر علیه ایران سخنرانی داشتیم و قرارم شده بودش که تقاضای من از شخص شما در اونجا این بودش که این جریان رو پخش بکنید. متاسفانه امکاناتش فراهم نشد، زمان بندیش درست نبود. بله اون موقع وسایل یعنی امکانات نداشتیم، ولی من دورادور بله شما رو میشناسم، نوشته هاتون بله و بعد هم در یه سازمان دیگه ای بودم که از سران دولت جمهوری اسلامی، یعنی من از لحاظ قانونی خزانه دار بودم ولی از لحاظ تولیدی و از لحاظ سیاسی جزء یکی از اولین کسایی بودم که این سازمان رو برپا کردیم و از دولت جمهوری اسلامی و سرانش ما شکایت کردیم و برای احقاق حق یکی از افرادی که شکنجه شده بودن در ایران در دادگاه فدرال واشنگتن و بعد حکم محکومیت آقایون هم گرفتیم که یکی از این آقایون من جمله خود آقای خامنه‌ای باشه، آقای رفسنجانی باشه و افراد دیگه. حالا بگذاریم، این خیلی خلاصه که دوستان بدونن من به هیچ گونه سرسپرده جمهوری اسلامی نیستم. آقای مبصری من از شما عذر میخوام، یکی از دوستان ما از آفریقا که خود ایشون اتفاقا مأمور و جزء به اصطلاح رده های بالای دولت ایران بود و بعدن جدا شدن از اونها، اعتراض کردن به من که اجازه بدید آقای مبصری موضوع جالب دریای مازندران را تمام کنند، لطفاً بحث را عوض نکنید. پس من با اجازه شما ساکت میشم و شما میکروفون در اختیارتونه و بفرمایید این دوتا دریا و خلیج فارس، یعنی دریای شمال و خلیج فارس رو برای ما باز کنید که کجا هستیم. و یه سوال آخری قول میدم، شما گفتید آخوندها مجبور کردن دولت رو که اون عهدنامه گلستان رو عوض کنن و ترکمنچای به وجود آمد، پس آخوندها از همون زمانها هم در تصمیمات دولت دست داشتن نه؟ بله تصمیماتی که دست داشتن اینجا بوده. این یه بحثی راجع به دولت قاجار که اگر اجازه بدید احتیاج به یه برنامه مجزایی داره و اون قسمت ماله کشیدن و گچمالی کردن سنواتی دولت‌های ایرانی به دولت‌های قبلی رو ما کنار به اون گچا رو ببریم، لایه‌های زیری ببینیم دولت قاجار واقعا چه کارهایی کرده چه کارهایی نکرده. فقط این نبوده که از دست داده. چرا از دست داده؟ اون قسمتیه که ما در تاریخ دبیرستانی در ایران درس داده نمیشه، اون چراها. در ایران فقط تاریخ به این مفهوم بودش که کی در چه زمانی شاه شد، کی در چه زمانی از شاهی افتاد، چند تا بچه داشت، چند تا جنگ رفت، ولی چگونه جنگ کرد، چرا جنگ کرد، برای چی جنگ کرد، برای چی باخت، برای چی برنده شد، به این مسائل مطلقا اشاره‌ای نشد از زمان کوروش کبیر تا به امروز. تنها چیزایی هم که ما حتی راجع به سعدی و حافظ و اینا میدونیم چه قسمت‌هایی که شرق شناسان غربی آمدن به ما یاد دادن، یعنی ما در مدرسه برگردیم به عقب به زمان قاجار برگردیم چنین چیزایی رو اونجا پیدا نمی‌کنیم. حالا بماند، موضوع جدا بحث به قول دوست شما از موضوع بحث دریای خزر، اجازه بدین جدا نشیم. در این صحبتی رو که الان من میکنم این قسمت ها رو فقط بنابر ادعای دولت روسیه امروزی راشن فدریشن که امروز هست، این راشن فدریشنی که امروز وجود داره
اعلام کرد در سال 2018 که این ما به یه پیش قراردادی توافقنامه‌ای با این دولت‌ها برای بر اساس تقسیم دریای خزر رسیدیم که یکیش اینه که آب‌های ساحلی چیه. آب‌های ساحلی 12 مایلیه که اون کشورهای ساحلی حق سیاسی دارن، حق سیاسی و کنترل نظامی دارن. یکی دیگرش اینه که هیچ کشوری به جز این 5 کشور اجازه داشتن کشتی های نظامی و نیروی نظامی در دریای خزر رو نداره. از لحاظ تقسیم بستر زیر دریا که به ما فاقد اون فلات قاره است که من توضیح دادم، میان میرن جلو اون خط میکشن، مثل اون خطی که بین ساحل ایران و دو سر ساحل ایران کشیدن، خط میکشن از این ور به اون ور و بعد میگن که خط میانه وسط این ور رو میده به این کشور، اون ور رو میده به اون کشور. اون یعنی میشه بستر زیر دریا، بستر دریایی. حالا زیر این بستر معادنی وجود داره. در اون معادن روسیه میگه که اعلام کرده که این بستگی داره به اون کشورها. ایران هنوز ادعا داره که من اون قسمتش رو قبول نکردم. یعنی هنوز سر اون که کی حق بهره برداری از اون معادن زیر بستر رو داره هنوز اون لنگش تو هواست به قول معروف. بعد البته روسیه اعلام میکنه که داشتن کشتیرانی نظامی فقط به دولت روسیه واگذار شده. ایران میگه که نه، به بین همه اجازه دارد و برای این منظورم یه دونه کشتی فوراً از روی قطعات آموزشی که برای کشتی های ناوشکن های سند و سبلان زمان شاه در اون پایگاه بندر پهلوی بود که اون قطعات در ساحل موتور بود، نمیدونم توپ بود، این بود، اون بود، یه دونه فوراً یه کشتی میسازن برای اینکه بگن که ما حق حضور نظامی داریم و یه کشتی رو میفرستن به دریا که یه ناوشکن جنگی هستش و متاسفانه این ناوشکن جنگیشون در موقع برگشت به بندر قاضیان به اثر سهل‌انگاری و ندانمکاری به صخره‌های سنگی میشینه و بعد اونو میرن اوراقش میکنن و اسقاطش میکنن و از اونجا برش میدارن. یعنی به علت عدم تخصص. این خیلی خلاصه این وضعیت بود. حالا اگه به نقشه‌های هوایی، شما به هوایی اشاره کردید که من خودم اشاره کرده بودم به اون، حتی زمان شاه نقشه‌های هوایی رو ما نگاه بکنیم 60 کیلومتری به معذرت خب 60 مایلی خط مرزی بین ایران و آذربایجان که شوروی اون موقع بود، یعنی رودخانه ارس رو در نظر بگیریم و این طرف ترکمنستان شمال خراسان رو در نظر بگیریم، 60 مایلی رو دولت آمریکا به صورت خط خط خطی کشیده بود، اخطار داده بود که به خلبان‌ها وارد این محوطه نشید که روسیه به شما اجازه پرواز نداده در این منطقه. این خیلی جالب بدونید. برای مدرک این موضوع یک هواپیما یک موتوره سسنای اداره جغرافیای ارتش که در حوالی سرخس مشغول نقشه برداری بود، میگهای روسی میان اینو به سمتش میان، این تیاره میادش به بالای آسمان مشهد، حدودن اصطلاحا میگن بالای آسمان مشهد، میان اینو از آسمان میندازنش زمین، یعنی هدف قرار میدن و متلاشیش میکنن. اینم مدرک اون مطلب. یعنی در نتیجه ایران هیچ گونه در زمان شاه هیچ گونه حق و حقوقی نسبت به دریای خزر جز اون قسمت‌هایی رو که به صورت حسن نیت دولت شوروی سابق به ایران واگذار کرده بود که به علت این حسن نیت امیدوار بود در ایران مردم رو به سمت کمونیستی بکشه، به اون صورت وجود نداشته. این خیلی خلاصه وضعیت دریای خزره. حالا اگه اجازه بدین بریم سراغ جزایر جنوب. بفرمایید. در همه میگن که شاه عباس آمدش انگلیس ها رو پرتغالی ها رو بیرون کرد. این اون قسمتیه که تاریخ من میگم که باز دوباره در ایران به ما یاد ندادن تاریخ رو به صورت واقعی.
واقعیت چی بود؟ واقعیت این بودش که در حدود سال 1506 میلادی پرتغالی ها میان جزیره هرمز رو میگیرن، یعنی اول میان بندر عدن رو میگیرن در اون پایین شبه جزیره عربستان و بعد میان بالا از بعد از بندر عدن که یمن امروزی باشه میان جزیره هرمز رو میگیرن. حالا جزیره هرمز چه موقعیتی داشته؟ جزیره هرمز که امروزه ما بهش میگیم هرمز، که در حقیقت اسمش از اورمز که الف و بابه ای نداره، جزیره اورمز جزیره در ساحل در دهانه خلیج در دهانه تنگه هرمز، حاکم منطقه اورمز که منطقه بلوچنشینی هستش که از حدود بندر عباس شروع میشه و تا بندر جاسک در دریای عمان ادامه داره، این منطقه منطقه اورمز بوده، سلطان نشین اورمز. این آقای سلطان اون موقع برای اینکه مورد حمله قبایل اطراف، قبیله میگم به قصد توهین نیستش، طایفه اسمشو بذاریم بهتر، قبیله در فارسی مفهوم غلطی داره، طایفه های دیگه به مورد حمله واقع نشن، رفته بود مقر حکومتشو برده بود به جزیره اورمز، در اونجا یه قلعه ساخته بود، در اونجا حکومت میکرد. پرتغالیا میان آقا رو میگیرن و میندازنش بیرون و اونجا میشه مال آقایون، بعد جزیره قشم، بعد بندر عباس، بعد میرن بعد تمام ساحل جنوبی، تمام جزایر تا بصره رو میگیرن. پرتغالیا حدود 100 سال در خلیج فارس میمونن. در این منطقه جنوب اگر شما دقت بکنید، حالا یه ذره حاشی من برم، به گوجه فرنگی میگن توماته. توماته بعضی میگن انگلیس ها لغت توماته رو آوردن، خیر، توماته در لغت انگلیسی هستش تومیتو، در زبان پرتغالی و اسپانیش میشه توماته که این یادگار پرتغالی های اون موقع است و خیلی لغات دیگه که وجود داره. در زمان حالا بیایم جلو حدود 100 سال، بیایم برسیم به سال 1610 میلادی. در 1610 میلادی آقای شاه عباس از توسط برادران شرلی که در دربارش آمده بودند، دو تا برادر، توسط این آقایون از دولت کمپانی هند شرقی رو سیستم انگلستان، اینا به صورت کمپانی، دولت هندوستان به صورت کمپانی اداره میشد، یعنی به صورت شرکت، به صورت شرکت حکمرانی میشد و بهره برداری میشد. از شرکت کمپانی هند شرقی میان تقاضای کشتی میکنند، دو کشتی نظامی کمپانی هند شرقی در اختیار شاه عباس میذاره، یعنی در اختیار به اون صورت بذاره، توافق میکنه که توسط این دو کشتی بیاد پرتغالیا رو بیرون کنه. میان جزیره هرمز رو پس میگیرن، بعد بندر عباس رو پس میگیرن، بعد میرن جزیره قشم. و جالب توجه اینه که پرچم ایران اون موقع و پرچم انگلستان همزمان از فراز قلعه قشم بالا میره، یعنی قلعه قشم دو تا پرچم داشت، یه پرچم انگلستان رو داشت، یه پرچم ایران رو داشت، یعنی در حقیقت پای انگلیس ها رو جناب شاه عباس به خلیج فارس باز کرد، خیلی ساده بگیم. بعد این کمپانی هند شرقی با استفاده از سربازان حاکم اورمز که بلوچ بودند، یعنی بلوچستان اون قسمتی نیست که شما در نقشه امروزی میبینید، بلوچستان از در حقیقت از حوالی بندر عباس شروع میشه میره تا کراچ، بندر کراچی پاکستان، تمام این منطقه بلوچ هستن. بعدش توسط این سربازان بلوچ میرن به ساحل جنوبی رسول خیمه و تمام این شیخ نشین های امروزی رو که شما میبینین میرن میگیرن، میرن تا بندر بصره. در بندر بصره هم پرتغالی ها رو بیرون میکنن. انگلستان از آن زمان به تا به امروز حاکم مستقیم و غیر مستقیم دریای خلیج فارس هست، یعنی خلیج فارس شد. بعد از این جریان انگلستان کاری نداشت که کی اونجا حاکمه کی حاکم نیست، انگلستان کار داشت که از این منطقه کشتیاش بودن در خلیج فارس می آمدن و می رفتن،
که دولتی مزاحم کمپانی هند شرقی نشه، یعنی نیمدن اینجا رو تحت حمایه بکنن و کاری بگیرن زیر نظر و نمیدونم سرباز پیاده کنن و اینا. تنها کاری که تنها چیزشون این بود که کسی در اینجا مزاحم هندوستانشون نشه، مزایایشون که از هندوستان میره بیرون، تا اینکه بیاریم به جلو دولت‌های ایران هر موقع قوی بودن از این جزایر خلیج فارس و شیخ نشین‌هایی که در ساحل جنوبی خلیج فارس بودن، که اون موقع البته شیخ نشین نبودن، اینا هر کدومشون روی دهی بیشتر نبودن، از اینا باج و خراج می‌گرفته، به همچنین از دولت پادشاهی عمان که میرفت تا دولت یمن امروزی باشه. هر موقع دولت مرکزی ضعیف بود، دولت مرکزی مقصود من دولت پادشاهی ایران بوده، امپراتوری ایران بوده، هر موقع ضعیف بوده این آقایون به ایران باج و خراجی هم نمیدادن. این خیلی ساده است، در نه تنها در ایران، در همه جا دنیا همین بوده. تا اینکه بخوای فست فوروارد بکنیم به قول معروف، میرسیم به از هم پاشیدگی دولت عثمانی در زمان جنگ اول که دولت عثمانی از هم پاشیده شد. دولت عثمانی که از هم پاشیده شد، فرانسه و انگلیس آمدن این دنیای عرب رو بین این خودشون تقسیم کردن، مناطق تحت نفوذ، مناطق تحت بهره برداری. از سال 1921 به این طرف که بعد از جنگ جهانی اول بود، خلیج فارس میفته دست انگلستان و این دولت ها میشن دولت های تحت حمایت، در حقیقت کلونی نمیشن مثل هندوستان، اینا میشن دولت های تحت حمایت. تا اینکه برگردیم فست فورواردش کنیم، بعد از جنگ دوم که انگلستان زوارش در رفت و از هم پاشیده شد به اون صورت و هندوستان و پاکستان جدا شدن، دلیلی نمیدید که در خلیج فارس وجود داشته باشه، حضور داشته باشه، میاد دولت کویت رو بهش استقلال میده در سال 1960 و دولت یمن رو هم به همچنین، بدون هیچ گونه پیش درآمدی، بدون هیچ گونه اینکه هیچ گونه ثواب دیدی دیده باشه که بعد از خروج من چه اتفاقی در اینجا میفته، اصلا به این توجهی نداشت و اینو خارج میشه. بعد از اینکه خارج میشه، دولت‌های کمونیستی اون موقع میان یمن رو شورش میکنن و یمن جنوبی و یمن شمالی به وجود میان. پشت یمن شمالی و جنوبی که به وجود میاد و دولت انگلستان میادش، خروجش رو از بقیه خلیج فارس و شبه جزیره عرب به تعویق میاندازه، میاد دست به دامان آمریکا میشه. آمریکا، دولت نیکسون در اون موقع هیچ گونه اشتهایی برای حضور نظامی در خلیج فارس نداشت. تنها رایی رو که اینا پیش میکنن، دولت آقای نیکسون که آرشیتکتش آقای کیسینجر بود، اینه که دولت شاهنشاهی ایران رو تقویت بکنن که بتونه این منطقه رو، امنیتش رو حفظ بکنه و همچنین در درجه دوم پشتیبان دولت شاهنشاهی، دولت عربستان رو، که این دو دولت بیان. دولت عربستان به دلیل مذهب که با کمونیست ها سر ناسازگاری داره، و بعد دولت ایران هم که خب میدونیم عرق ملی ایرانیان در کجا واقع شده، دو احساس ناسیونالیستی جهانبینی ایرانی که ما از همه برتر هستیم و همه باید نوکر ما باشن در کجا واقع شده، میان اینا رو یه مقداری تقویت میکنن، به ایران اسلحه میدن. حالا یه عده‌ای میگن حتی ازدیاد قیمت نفت توسط دولت نیکسون آرشیتکت معماری شده بود که نفت و قیمتش رو بالا ببرن که این دولت ها بتونن استطاعت داشته باشن، بتونن اسلحه های مدرن رو بخرن. البته این یه زاویه نگاه کردن به جریانه، زوایای مختلفی وجود داره. اینم که میگن دولت آقای شاهنشاهی جناب اعلیحضرت اوپکو به وجود آورد، اینم طبق ادعای آقای فرمان فرما که یکی از بزرگان دولت شاهنشاهی بودن،
شش برادر فرمان فرما، منهای اون یکی حشمت دوله فرمان فرما که رضا شاه کشته بود، شش برادر دیگه هر کدومشون در دولت شاهنشاهی شاغل مستری بودن، سازمان برنامه بود، یکیشون شرکت نفت بود، یکیشون جاهای مختلف بودن، بانک ملی بودش. به هر جهت طبق آقای دایی آقای فرمان فرما ایشون میگه ما در مصر که بودم نماینده دولت ونزوئلا میاد پیش من و میگه که ما باید اتحادیه اوپک رو درست بکنیم، اتحادیه ای درست بکنیم که قیمت نفت رو خودمون تعیین بکنیم و بر خلاف منفعت خودمون به دیگری ضربه نزنیم، یعنی اگر با هم متحد بشیم میتونیم جلوی دنیای غرب وایسیم، قیمت نفت رو از بشکه 50 سنت بریم بالا. آقای فرمان فرما هم میادش در میگه خب اعلام کن، میگه که نه اگر من اینو بگم حرف من برش نداره، اگر تو بگی حرف شاه ایران در این سازمان اوپک در این اتحادیه برش داره. آقای فرمان فرما هم میادش در اتحادیه میاد این سخن رو میگه و در کتاب خاطراتش نوشته، من کتابشو دارم، نوشته که من اینو گفتم و بعد رفتم به ایران که میدونستم سرم توی سفره توی سینی نقره‌ایه، شاه یا دستور میده پدر منو در بیارن یا اینکه به من خلعت میده. میگه من رفتم پیش شاه و شاه گفتم این ماجرا رو با ترس و لرز فراوان که اعلیحضرت من به نام شما این پیشنهادو دادم. میگه اعلیحضرت هم میره جلوی پنجره وای میسته به بیرون نگاه میکنه، میگه اون چند ثانیه یا چند دقیقه به نظر من عمری آمد که نمیدونستم، پاهام میلرزید وادبر که نمیدونستم پشت سر این راهی زندانم یا کجا میرم. میگه شاه برمیگرده میگه عقیده خوبیه ادامه بدید. اینم ماجرای به وجود آمدن اوپکه، البته یه زاویه دیگه شه. به هر جهت این دولت شوروی، دولت معذرت میخوام، دولت بریتانیای کبیر خروجش رو از خلیج فارس به تعویق میاندازه تا میرسیم فست فوروارد بکنیم، میرسیم به حدود سال 1970. در این موقع دولت ایران، دولت شاهنشاهی ایران یه نیرو دریایی نسبتاً مدرنی داشت که در منطقه بهترین نیرو دریایی بود، البته منطقه که من میگم منطقه خلیج فارس مورد نظره، وگرنه هندوستان و پاکستان نیرو دریاییشون به مراتب از مال ما بهتر بود، پیچیده تر و بهتر بود در اون موقع، و یه نیروی هوایی خیلی مدرنتری از نیروی دریایی داشت. میان انگلستان میخواد که در حقیقت همون بریتانیا باشه که ما ایرونیا بهش میگیم انگلستان، از خلیج فارس میخواد بره بیرون. ماجرای بحرین وجود داره. در ماجرای بحرین با شاه دیل میکنن که اگر ما بحرین رو به همه پرسی میذاریم، یه کشوری در ساحل عربستان و افراد ساکنش هم درست شیعه هستن ولی اکثریت عرب هستن یا عرب شدن، قدیم ایرانی بودن، اون مسئله جدای حدود 400-500 ساله که ایران در اینجا نبوده، گاه و گداری از بحرین فقط خراج گرفته، مالیات گرفته. سازمان ملل یه نماینده میفرسته که این نماینده میره با چند نفری خاندان سلطنتی بحرین، یعنی خاندان امیر بحرین در حقیقت، صحبتی میکنه با چند نفری هم در اونجا از تجار صحبتی میکنه و برمیگرده اعلام میکنه که بحرینی ها میخوان مستقل بشن. این که در ایران گفته میشه که رفراندوم شد در بحرین، همچه چیزی وجود نداره، این در روزنامه های ایران فقط گفته شد. تنها کسایی که در ایران به این اعتراض کردن حزب پانیرانیس بود که در مجلس ایران همین جور به این ماجرا اعتراض میکردن و سرصدا میکردن. که به هر جهت حالا برگردیم باز دوباره به جزایر، در مقابل بحرین با شاه میان توافق میکنن که بحرین اگر استقلال پیدا بکنه
اون دو جزیره رو که در سال 1921 دولت بریتانیای کبیر اداره سیاسی و نظامیش رو واگذار کرده بود به دولت‌های تحت الحمایه شیخ نشین شارجه و ابوظبی، اینا رو به ایران واگذار خواهد کرد. ایران هم اینو قبول میکنه. در مقابل اینا به حاکم شارجه حدود 1,000,000 دلار قرار میشه ایران پول بده که از حق و حقوق در جزیره های در جزایر ابو موسا بگذره. جزیره ابو جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ بگذره. معذرت میخوام، جزایر تنب ماله به شارجه بوده. و در جزیره ابو موسا که یک دهکده کوچکی داشت، چند خانوار در اونجا بودن، حدود کمتر از 50 خانوار ماهیگیر در اونجا بودن و دولت ابوظبی که پاسگاه پلیس داشت که اونا شرطه بهش میگن، این پاسگاه پلیس و اون مردم رو تحت ادمینستریتیو کنترل اداره سیاسی امنیتی ابوظبی بذاره، ولی جزیره رو به طور صورت نظامی کنترلش رو ایران داشته باشه و بعد منابع زیرزمینیش به صورت 50-50 بین ایران و ابوظبی تقسیم بشه. دولت ایران یک روز قبل از خروج نیروهای انگلیسی میاد در این جزایر نیرو پیاده میکنه و جزایر رو عملا اشغال میکنه. یعنی در حقیقت ایران میاد جزایر رو از انگلستان اشغال میکنه، نه اینکه جزایر رو انگلستان پرچم ببرن پایین و برن بیرون و بعد اون قراردادها با دولت‌های شارجه و ابوظبی مورد اجرا قرار بگیره. ایران تا مدتی حضور شرطه ابوظبی رو قبول میکنه، بعد از یه مدت خیلی کمی 6-7 ماهی پلیسا رو هم از جزیره بیرون میکنه، میگه آقا جون اصلا 50-50 بی خیال، همه این جزیره مال منه. حالا این جزایر چه چیزی دارن از لحاظ سوغل جیشی؟ به طور مثال خط کشتیرانی بین المللی از بین دو جزیره تنب کوچک و تنب بزرگ میگذره، یعنی در این دوتا جزیره که فاصله خیلی کمی با هم دارن، حدود فاصله 10-15 مایلی با هم دارن، دوتا توپ بذاریم ایشکی نمیتونه رد بشه. ایران که میگه من تنگر رو میبندم، تنگر رو از لحاظ فیزیکی نمیتونه ببنده، از لحاظ سیاسی میبنده. یعنی وقتی یه کشتی رو بخواد غرق بکنه، کشتی دیگری جرأت رفتن نداره، مگه اینکه نیروهای کشورهای دیگه برن این کشتی ها رو اسکورت بکنن و به صورت کاروان رد بکنن. اینم داستان جزایر ابو موسا و دو جزیره دیگه، تنب کوچک و تنب بزرگ. و بقیه جزایر هم به همچنین، هرچه انگلیس یکی یکی رفت بیرون، ایران هم یکی یکی اینا رو گرفت که قبل از سال 1970 بود، 1971 بود. حالا این سیاست ایران و دکترین نیکسون به کجا میرسه بعد از این جریانات، این دیگه تاریخی که امروز ماها شاهدش هستیم. این خیلی خلاصه وضعیت این جزایر و وضعیت همه پرسی در بحرین و دریای خزر رو خدمتتون عرض کردم. بسیار ممنونم از شما. من از دوستان خواهش میکنم که اگر سوالی دارن، من صفحه فیسبوک شما رو نشون دادم، باز هم نشون میدم، با خود شما مستقیما تماس بگیرن یا با تلویزیون مردم تماس بگیرن و ما این سوالها رو از شما میپرسیم. امیدوارم باز در برنامه‌های آینده بتونیم با شما باشیم. شما و افرادی مثل شما واقعا تاریخ زنده هستند و حیفه تا شماها هستید باید ازتون استفاده بشه و خاطرات خودتون رو، تجربیات خودتون رو به دیگران منتقل کنید. یکی از دوستان نوشته که با سلام خدمت شما، نظام قضایی ایران از نوع نظام قضایی رومی جرمنی است و نظام قضایی انگلستان و آمریکا از نوع حقوق عمومی common law هست، در نتیجه تفاوت‌های بنیادی با یکدیگر دارن. لابد اونجایی که شما گفتید که انگلستان مثل شرکت و اینها کنترل میشه و ما بارها شنیدیم که انگلستان حتی قانون اساسی نوشته شده‌ای نداره و بله گفتنی‌ها کم نیست، من و تو کم گفتیم و
متاسفانه این فیسبوک و اینها باعث شده که این روزها هر کسی یک خبر اشتباهی رو هم بنویسه و بستگی داره که چقدر وارد باشه و چقدر خرج کنه این رو بیشتر منتشر میکنه و این خبر هم همین که منتشر شد مثل یک تیری که از کمان خارج شده باشه، کنترلش دست هیچ کس نیست. حالا به کجا میخوره و چه آسیبی میرسونه اون بعدن معلوم میشه. من بازم از شما ممنونم. پس به این نتیجه رسیدیم که هنوز این دولت ایران، این آخوندا با روسیه فعلی مشکل دارن و حل نشده و اون قراردادهایی هم که ما همه فکر میکردیم 100 ساله و اینها، تاریخ ها هم حتی ما اشتباه میگفتیم، بلد نبودیم بین اون سال قمری و هجری و اینها. و من بازم از شما ممنونم. بازم اگه صحبتی دارید آقای مبصری بفرمایید، اگه نه من موضوعات گفته شده رو در برنامه‌های آینده سعی میکنم باز شما رو دعوت کنم از شما بپرسم. خیلی متشکرم جناب سوربی که این وقت رو به من دادین که این توضیحات رو بدم. البته این توضیحاتی رو که من دادم تقریبا 80-90% از روی حافظه هستش و بقیهش هم در اینترنت وجود داره. اسنادی من هنوز در اختیار ندارم که اگر دوستان بگن سندش کو، سند موثق نشون بدم. سند موثقی به اون صورت نه دولت ایران داده بیرون، نه دولت‌های 4 دولت دیگه‌ای که در دره خزر هستن. اگر دوستان همچین اسنادی رو بهش دسترسی دارن خیلی خوشحال میشم که این اسناد رو برای منم بفرستن. من ممنونم از شما. یه دوستی از ایران، آقای زمانیان که هنرمند هم هستن، نوشتن که کسی که مخالفت کرد در مجلس در مورد بحرین دکتر پزشک پور بود که اون ویدیوش هم موجود هست که حتی عکس العمل زاهدی رو در اون مجلس میبینیم. بعد صحبت فریدون، صحبت هویدا بوده و صحبتهای دیگهی که به صورت فیلم و ویدیو مستند هستن. ولی شما یه نکته ای رو امروز گفتید که من همیشه برام قابل سوال بود و نتونستم جوابشو پیدا کنم. گفتید تاریخ رو فقط به ما یاد دادن کی دنیا اومد، کی مرد، چه کار کرد و نگفتن چرا و چگونه. در صورت اونم من ممنونم، اونجا رو شاد گذاشتن که ماها بیشتر بریم تحقیق کنیم و از حالت دانش آموزی بیایم به دانشجویی. من همیشه گفتم دانشجو تفاوتش با دانش آموز اینی که بهش تیتر رو میگن، عنوان رو میگن، اون خودش میره تحقیق میکنه و به اصطلاح استاد دانشگاه مثل آقای مبصری اینها، اونها در جوار کمک وای میسن اگر احتیاج داشت. و الا دیگه مثل معلم دبستان و معلم کلاس اول نیستن که همه چیز رو از الف تا یه به ما حقنه کنن. خیلی ممنون که با ما بودید، مخصوصا روز جمعه. من یه عکسی رو از فیسبوک شما برداشتم و دیدم یکی از دوستانتون نوشته بود که گناه من این بوده که 2 بار امروز رفتم چیزکیک فکتوری. حالا فکر کنم آقای رسولی بود اگه اشتباه نکنم. اون وبسایت رو من پیدا میکنم که دوستانی که در نیروی دریایی بودن، بدونی که من راجع به نیرو دریایی صحبتی کرده باشم و گفته باشم که من توی اون نیرو خدمت کردم، برداشته بودن دروغ‌هایی نوشته بودن که واقعا شرم‌آوره. البته همونجا آدم متوجه میشه که چرا ارتش شاهنشاهی ارتش ملی نبود و یه عده چاپلوس و دروغگو بودن و به همین دلیل شاه هم نتونست به اونها به اصطلاح با کمک اونها حکومتش رو نگه داره و هر بار پا به فرار میذاشت. آقای مبصری خیلی ممنونم، باز اگه صحبت دارید بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. این جناب رسولی که اشاره کردید یکی از افسران مهندس نیرو دریایی هستن که در آمریکا تحصیل کردن. پدرشون هم یکی از افسران قدیمی نیرو دریایی بودن که یک کشتی رو در تنوکشی تجارتی دریای خزر رو داشتن که به بین بندر باکو و بندر پهلوی در رفت و آمد بود. خب از قول من به ایشون سلام برسونید، ازشون تشکر کنید و بله. اون عکسی رو که ایشون یه خاطره خیلی جالبی دارند از بندر چابهار که چگونه صلح رو برقرار کردن بین
بلوچ‌های چابهار و دولت شاهنشاهی اون زمان و در یه مجلسی شما دیدید که میشینن پیپ میکشن در بین سرخپوستای آمریکایی. بله بله. در اونجا یک افسر عالی رتبه ایرانی که درجه سرهنگی داشت از ضد اطلاعات با درجه ستوان دومی با لباس میپوشه میره اونجا و بعد آقای رسولی به حساب افسر ارشد بوده، در صورتی که در حقیقت برعکس بوده. و بعد اینا بعد از اینکه سخنرانی ها انجام میشه و اینا بلوچا راه رو بسته بودن با تفنگ و اینا میخواستن همه رو بکشن، منتهی میشه به اینکه شب برن به چادر شیخ و بشینن و به صحبت ها ادامه بدن. در اونجا منقل میارن و بعد آقای رسولی نمیدونسته چیکار باید بکنه. اون جناب سرهنگ ضد اطلاعات براش میگیره و بهش میگه اگه میخوای ما سرمون رو تنمون باشه بکش. پس این چپخ کشیدن با هم هم از اونجا میاد. خیلی ممنون. بله بله. برجهت ایشون افسر عالی رتبه ضد اطلاعات براش میگیره چپخو و ایشون هم که نمیدونسته چیه و چی نیست پک میزنه به اون چپخ. که این هم من بگم در نیروی دریایی یکی از پاکترین نیروهایی بودش که در ارتش ایران وجود داشت و افسران و درجه داران ما به اون صورتی که میگن در سایر نیروها نمیدونم طرف تریاکی بود و هروئینی بود این بود اون بود، در نیرو دریایی از این خبرها نبود. چرا؟ چون اول از همه وقتی میرفتی به دریا دسترسی نداشتی به اینا، ولی زود پیدا میشد که چند مرد حلاجی. به هر جهت روزتون خوش جناب صبحی، بیش از این وقتتون رو نگیرم. من ممنونم از شما، خیلی ممنون که با ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به همچنین برای شما و دوستان. به همچنین برای شما و دوستان شما. خیلی ممنون. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، با آقای همایون مبصری بودیم. من سایت ایشون فیسبوک ایشون نشون دادم، چون سایتشون مدتی هست که کار نمیکنه و خیلی خوشحالم که تونستیم با یک کسی که تجربه داره، یک کسی که دانش و آگاهی داره، نه با من. ای کاش که نوشته بودم و اون ویدیوی این دختر خانم رو بهتون نشون میدادم. و میدونید دختر خانم ها توی فیسبوک دیگه به اصطلاح میگفت جایی گذاشته که دست هیچ کس نمیرسه، اون وقتا هم گفتن تاقچه بالا گذاشته. و اینا دیگه واقعا با یک سرعتی دارن جلو میرن. البته امیدواریم که به اصطلاح مشکلی بر نخورن، به دیپرس شدن اینها نباشه. آقای اکبری نوشتن که آقای سیاوش محمدی مربوط به بحث قبلی که درباره هیئت منصفه صحبت میکردیم بود. خیلی ممنون. اتفاقا اینجاست که من به دوستان میگم اگه لطف کنید بنویسید راجع به چیه، دوتا کلمه مثلا بنویسید درباره هیئت منصفه که من وقتی نگاش میکنم بفهمم راجع به چیه. ولی خب دوستان خوب هستم. من اول برنامه بهتون گفتم که درباره فیلم و آقای تقی مختار میخوام صحبت کنم. آقای تقی مختار، شهره عاصمی، آقای حمید کشاورزنیا، این سه نفر رو به غیر از این که من سالهاست میشناسم و بهشون ارادت دارم، میگه که دوستی افراد وقتی معلوم میشه که شما برات یه مشکلی پیش آمده باشه. البته برای من مشکلی نبود، من به دلیل برنامه‌هایی که تلویزیون رنگارنگ به مدیریت داور اینها داشت تصمیم گرفتم دیگه اونجا نباشم. ولی داور به دروغ بین اون گفت که ما سوربی رو اخراج کردیم، که اینم یه جای تأسف بین ایرانی ها که وقتی یه نفر میره به جایی که براش جشنی بگیرن اونم خداحافظی کنه، این دروغ ها و اینا میاد. ولی سه نفر شجاعت و شهامت و شرافتشون رو نشون دادن. چرا؟ چون منافعشون رو به اصطلاح چشم پوشیدن. همین که هفته یه ساعت برنامه داشته باشن، نمیدونم دو ساعت برنامه داشته باشن، بیان برن، حالا ممکن بود حتی درآمدی داشته باشن، منافع رو چشم پوشیدن ولی شرافتشون رو زیر پا نگذاشتن. یکیش خانم شهره عاصمیه، یکیش آقای تقی مختاره، یکیش آقای حمید کشاورزنیاست. من چند روز پیش فرصتی پیش به اصطلاح پیدا شد که بعد از مدتی تلفنی با آقای مختار صحبت کنم و به ایشون پیشنهاد کردم شما که به اصطلاح تو کار فیلم و
کارگردانی و تئاتر و اینها هستید، الان که نشریه ایرانیان به دلیل کرونا به اصطلاح منتشر نمیشه، چرا نمیاین برای دوستان درباره فیلم و اینا صحبت کنیم؟ و ایشون گفت چه تصادفی، اتفاقا من با دوستان میخواستم یه جایی رو پیدا کنم که فیلمی نمایش بدیم و مثل باشگاه فیلم دوستان دیگه بیان ببینن و نظر بدن و اینها، و خورد با این ماجرای کرونا. من گفتم که سال گذشته که آلمان بودم یه شب رفتم، یه کانونی بود اونجا و اونجا یه فیلمی رو نشون دادن، بعد از فیلمم یه ساعتی قرار بود بشینن دربارش صحبت کنن که شد چند ساعت و اینها، و به نظر من جالب بود به جای این همه سال که حرفای بیخود سیاسی زدیم بدون اینکه تحقیق کرده باشیم، بدون اینکه بتونیم عملیش کنیم و اینها، بشینیم از یه چیزی که لذت میبریم. من در این مدت کرونا بیش از 100 تا فیلم فارسی دیدم، بعضی هاش خیلی افتضاحه، خیلی بده، بعضی هاش خیلی خوبه، بعضی هاشو دوباره نگاه کردم. مثلا یه فیلمی هست اسب حیوان نجیبی است، اینو من چند سال پیش دیده بودم و پریشب وقتی داشتم میزدم دنبال یه فیلم جدید دوباره اونو دیدم، گفتم بذار یادم بیاد، همین یادم بیاد، از اول تا آخرش نگاه کردم. این خوب بودن فیلم رو، جذاب بودن فیلم رو میگه. خلاصه یه فیلم دیگه هست به نام 5 تا 5. اولا این فیلم رو نگاه کنید، اگر متوجه شدید چرا اسمش 5 تا 5 برای منم بنویسید. دوما اگر خواستید و آقای مختارم اگه قبول کنه، به نظر من با فیسبوک این کار رو انجام بدن که بیان یه فیلمی رو پیشنهاد کنن، بگن که این فیلم رو من دیدم، خوشم اومده، و این رسم تو آمریکا، شما برید نگاه کنید و اینا، حتی نمره بدن، بگن 2 ستاره، 5 ستاره، 4 ستاره، 0.5 ستاره، یا بگن خیلی افتضاح بود، و شما برید نگاه کنید. بعد یه مدتی اولا سلیقه های هم دیگر رو متوجه میشین. من یادمه اینجا یه آقایی بود، الان اسمش یادم رفته، آرتور بود، کی بود، آرتور سامتینگ، هر وقت این فیلمی میگو خوبه من میرفتم میدیدم، چون میدیدم یه جورایی نظر منم داخلش هست، و به نظر من اگه باشگاه فیلمی باشه، بعد شما دوستانم اگر بیاین جذبش بشین، بتونید حتی ممبر بشین، مهمان برنامهشون باشین اینا، به نظر من این یه کار خوبی هست. اجازه بدید من اینجا بنویسم که با آقای مختارم بگم دنباله این بحث رو، اگر یه روزی دوست داشته باشم مهمون برنامه‌مون باشم و بیام بگم. پس دو تا فیلم ها اگه ندیدید برید ببینید، حالا اگه آقای مختار برنامهش را افتاد آقای مختار، اگه نه خودمون در موردش صحبت کنیم. چرا من فیلم رو اینجا نشون نمیدم؟ اولا اینجوری که من بشینم یه فیلم رو به شما نشون بدم، منم اینجا باشم، شما دخترت زنگ میزنه، پسرت زنگ میزنه، دوستت زنگ میزنه، توالت میخوای بری، هممون بالای 50-60 سال نمیدونم نمیتونیم 2 ساعت بشینیم به هزار دلیل. این دوستمون نوشته بود ایرج مصداقی 5 ساعت برنامه اجرا کرده بود، این دستشویی نمیره. گفتم نه، اینا قد دیگه رفتن تو سنی که دایپر میبندن یا پوشک میبندن، ساعتها میتونن بشینه. و به نظر من بهترین کار اینه برای که کپی رایت یقمون رو نگیره، ما نشون ندیم، ما فقط لینکش رو بذاریم. دوستانم اگه الان لطف کنن این دوتا لینک 5 تا 5 و یک و اون فیلم اسب حیوان نجیبی رو فیسبوک بذارن، من اگه بتونم روی یوتیوب تو قسمت بایگانی یوتیوب اون زیر میذارم، به قول دوستان میگن این زیر توی دیسکریپشن هست، برید نگاه کنید. بعد یه چیزی بهتون بگم، فیلمایی که روی یوتیوب میاد مواظب باشید، خیلی از این فیلم‌ها رو افرادی که میذارن حتی اونا هم سانسور میکنن. حالا به غیر از اینکه آخوند سانسور میکنه، شاه سانسور کرده فلان اینا، من یه فیلمی رو به نام چی دیدم که اسم فیلمه این بود، من عصبانی نیستم. هنرپیشه بسیار هنرپیشه خوبیه، تو چند تا فیلم من ایشون رو دیدم، فکر کنم آقای محمدزاده باشه، من همش شد فکر کنم و شاید و اینها، خیلی هنرپیشه قوی هست، و من آخر فیلم گفتم این دیگه چه رسم احمقانه شده، آخر فیلم ها رو هی قطع میکنن دیگه، حالا خودت باید تصور کنی، طرف موفق شد، نمیدونم ورشکست شد، کشته شد، پیروز شد، و بعد اومدم گفتم اینجوری نمیشه. رفتم نگاه کردم دیدم
آخونده و وزارت ارشاد گویا نیم ساعت از این فیلم رو سانسور کرده بودن، بریده بودن، حتی به خاطر اون نمیدونم جشنواره فجر و اینها. حالا این سه تا فیلم رو اگه خواستید برید ببینید، 5 تا 5، من عصبانی نیستم و اسب حیوان نجیبی است. بعد هفته آینده وقتی ما میخوایم درباره این فیلم ها صحبت کنیم، میگیم دوستان اگه کسی این فیلم ها رو ندیده و نمیخواد که ما براش خرابش کنیم، بلندش بره. ولی اگر کسی دیده و میخواد در مورد صحبت کنه، یه تماسی بگیره، اینجا بنویسه نظرش رو بگه، بگه فیلم آشکالی بود، فیلم خوبی بود، فقط برای وقت صرف کردن خوب بود. نه، آدم رو به فکر میندازه. اینا رو یه چی میگن، نگاهی دیگه داشته باشیم. شاید همین کرونا باعث شد خیلی ها نگاهشون به زندگی عوض بشه. ما هم بیان نگاهمون رو به برنامه‌های تلویزیونی هم عوض کنیم، تغییر بدیم. من همیشه گفتم برنامه‌های تلویزیونی برای سرگرمیه. برنامه‌های تلویزیونی رو از بیکاری انجام میدیم و متاسفانه یا خوشبختانه آخرین کاری هست. باریکلا نوید محمدزاده، آره این فکر کنم کردم باشه، چون کردی هم صحبت میکنه تو فیلم ها و هنرپیشه خیلی خوبیه، اصلا آدم باورش نمیشه که کسی داشته باشه نقش بازی کنه. خیلی ممنون آقای زمانی. این کرونا به ما یاد داد که خیلی زندگی رو جدی نگیرید. یه دفعه یه ویروس کوچولویی پیدا میشه، به هر بزرگی باشه زمینت میزنه و اینها. برگردم سر ماجرای خانم شورای عاصمی، آقای تقی مختار و حمید کشاورزی ها. برعکسش این سعید بهبانی معتاد، اون آقای علی سرشار ترسو، دکتر مرتضی انواری ترسو، خانم نغمه‌ای که خب به خاطر رابطه جنسی که با داور داشته و شوهرش ول کرده بود، اینا متاسفانه اصلا زندگی خودش و بچه‌ش اینا رو فنا کرد. اونا یه طرف قضیه بودن و اینا یه طرف. درسته که من هیچ احتیاجی نداشتم با آقای تقی مختار، حقوق من مثلا قطع نشده بود که ایشون بگه حالا این یه ماه اجاره خونه و پول ماشینه، ولی اون سپورت و حمایتی که اینا آمدن گفتن که آقا ما نمیتونیم طرفدار ناحق باشیم، اون برای من خیلی ارزش داشت. آقای مختار خیلی ممنون، خانم عاصمی متشکرم، آقای حمید کشاورزی ها اولا بگو کجا هستی، چه کار میکنی، یه مدت رفته بودی کالیفرنیا برگشتی یا کانادا برگشتی یا نه، و از شما هم ممنون و متشکرم. بله، توی برنامه داشتم راجع به این میگفتم، شما صبح که از خواب بیدار میشین، اگر این روزا خوابی داشته باشید، چون خود من یه مدتی وسط شب بیدار میشدم، بلند میشدم میرم تلویزیون نگاه میکردم، بعد اصلا فهمیدم این بزرگترین اشتباهه. یکی به دلیل نوری که به چشمت میخوره میون شب به چشمت، یکی به دلیل اینکه دیگه اصلا خوابت آشفته میشه و اینها، شما حالا حتی اگه بچرخی و بغلطی و فکر کنی و بره بشماری و اینها، اگه خواب باید باشی بخواب، اگه بیدارم شدی بخواب. این یک. دوم، حالا اگه خوابیدی صبح که بیدار شدی، شما صبح که بیدار میشی فردا امتحان کنید ببینید به ترتیب چه چیزایی براتون مهمتره. اول تلفنتون رو برمیدارید، کسایی که زنگ زدن شما جواب ندادید، یا مثل من شب ساعت 10 تا 7 صبح به هیچ کس جواب نمیدی، فقط به عزیزانت، مادرم، همسرم، فرزندم، همین. و درجه بندی کردم مثلا حتی برادرام اون وقتا توی قسمت فیوریت بودن، بعد گفتم نه دیگه، خب اگه برادرم مشکلی داره شب به 911 زنگ بزنه، فردا صبح من میام دیگه، حالا چرا همدیگر اون موقع شب بیدار کنیم و اینا. ببینید اولین کاری که میکنید چیه، حتی اگه یه کاغذ یادم بنویسه، بگی من اول تلفنم رو نگاه میکنم، ایمیلامو چک میکنم، فیسبوک رو چک میکنم، اینستاگرامو چک میکنم، جوک ها رو چک میکنم، بعد ببینید هر کدوم از اینا چند قسمت دارن. اگه یه روزی خواستید با هم دیگه میریم تو این فیسبوک، آقا خانم اون وقتا شما میرفتی توی یک وبسایتی، یه صفحه بود که باز میشد به عنوان هوم پیج، صفحه اصلی، بعد این ور نوشته بود کانتکت، یعنی تماس با ما، شما میزدی طرف اسم و فامیلش بود، شماره تلفنش بود یا ایمیل آدرسش بود، میزدی اون ور نوشته بود درباره ما، که ایرانی هم این درباره ما رو خیلی به اشتباه همه هر غلط می‌نویسن،
مزخرف بنویسن، چون همه میخوان پنهان کاری کنن. نمیاد بنویسه آقا من یه آدم ساده ای هستم، شیراز دنیا اومدم، آلمان رو زندگی کردم، اینجا هم زندگی کردم، الان هم دارم زندگی میکنم، یه روزم میمیرم، در باره ما چیزی نیست، اینجا هم اومدم وقت خودم رو تلف میکنم اول، و اگه بتونم وقت شما رو تلف میکنم. این اگه بتونم خیلی هنر میخواد. برگردیم به اینکه شما نمیشینید تلویزیون نگاه کنید مگر اینکه هیچ کار دیگه ای نداشته باشید. هیچ کار واجب تر از تماشای تلویزیون، بری دنبال بچت و از مدرسه بیاری، بری دنبال خانمتو بیاری، بری برای خانمت خوراک بپزی، هیچ کاری که نداری میای تلویزیون نگاه میکنی. پس تلویزیون هم در اندازه همون هیچ برای شما کار میکنه. حالا ما از اون ور میگیم فایده ای نداره، از اون ور میگیم حمایت کنید، حمایت از تلویزیون مردم فراموش نشه. میگه آقای مبصری بسیار سپاسگزار از اطلاع رسانی علمی تاریخی جناب‌عالی. آقای مصباح من از شما خواهش میکنم رو صفحه خود ایشون همین تشکر رو اونجا انجام بدید. بیاین هر کدومون حاضر بشیم یه قدم بیشتر بریم، یه تلفن بیشتر بزنیم به اینایی که حاضر میشن بیان. نگر آقا گور پدر ایرانی‌ها ارزش ندارن، برای خودشون ارزش قائل میشن، برای ما ارزش قائل میشن، میان خاطراتشون رو میگن و در مقابلش تهمت و توهین و اینها رو هم تحمل میکنن. ما هم احترام بذاریم بگیم که خیلی ممنون که مهمان برنامه ما بودید، چون ما هم خودمون رو یکی از صاحب خونه های تلویزیون مردم میدونید. البته بارها گفتیم ولی آقای مصباح حالا هیچ حمایتی از تلویزیون مردم نکرده، در صورتی که آقای مصباح خودش میدونه که یکی از دلایلی که من از تلویزیون رنگارنگ رفتم و با مشکلاتی که اونجا داشتم و چه پولایی که به اصطلاح ضرر کردم خود همین آقای مصباحه. دلیلش هم این بود که من میخواستم آقا یه حرف متفاوت، اون موقع ایشون طرفدار جمهوری اسلامی بود، میخواستم یه حرف متفاوت زده بشه. ملت من زنگ زنه آقا دیدی آقای همایون با مصباح؟ میگم مصباح کیه؟ آقا غلام حسین مصباح رو تو نمیشناسی؟ نه آقا گناه کبیره کردم. حالا کیه؟ اون وقتا مثلا نبود بری اسمش رو بزنی شش تا صفحه بیاد، یه صفحه با ببر بیاد، یه صفحه با پلنگ بیاد، یه صفحه با اسب بیاد، یه صفحه خودش بیاد با خانوادهش بیاد. اون موقع اینجوری نبود که زنگ بزن یه دوستی رو پیدا کن، بله آقا این اینجوریه اونجوریه، بعد زنگ بزن شماره‌اش رو پیدا کن، تماس بگیر آقا میخوای بیای اینجا، بعدم ایشون بگه که من دارم میرم ایران و بلیتمو گرفتم، ولی اگه شما حاضری پول بلیت و هتل و اینا رو بدی من میام، که ما برای هیچ کس این کارو نمیکردیم، ولی من فشار آوردم برای اونا به تلویزیون مردم، به تلویزیون رنگارنگ این کارو انجام دادن و اینها. و متاسفانه دوستان دیروز یه برنامه دیدم از آقای سیامک ستوده، خب فکر نمیکنم ایشون بخواد کسی دلسوزی کنه براش، چون من اگه فردا فلج شدم بزرگترین توهینی که دوستان ممکنه به من بکنن اینه که بخوام به من ترحم و دلسوزی کنن. باید اول خودم برم یاد بگیرم حالا که فلج شدم چجوری رانندگی کنم، چجوری دستشویی برم، چجوری اینجا برم، چجوری اونجا برم. ولی آقای سیامک ستوده من اولین کسی هستم که به ایشون برنامه تلویزیونی دادم، اونم یه دوستی از مریلند حسن با من تماس گرفت، گفت آقای سوربی یه همچین کسی هست و دوستانی که تلویزیون برنامه دارن میترسن به این برنامه بدن. آقای ستوده اینم امروز هم تبلیغ مجانی برای شما، میترسن به این شخص برنامه بدن. گفتم چرا میترسن؟ گفت که این یک کتابی نوشته به سکس و اسلام، کتابای دیگه نوشته و اینها. و گفتم خب بیاد، من باش مصاحبه کردم و اینها، و همونجا یادمه مثلا خسرو رنجبر که توی رادیو فردا یه چیز هست الان پراگ، این به من گفت سر من یکی از این کتابا رو میخوام. بعد من با آقای سیامک ستوده گفتم که آقا این یکی از کتابا رو میخواد، گفت اونجا هست $15. گفتم آقا اینا جوانای دانشجو اینجا دارن مجانی کار میکنن، شب تا صبح اینجا نمیخوابن، خب شما که اومدی اینجا بعضیا میان 100 تا کتاب، 500 تا کتاب، 200 تا کتاب میدن به تلویزیون، شما 4 تا، من کتاب خون نیستم نمیخوام، ولی به اینا خلاصه میدونید، نمیخوام بگم حالا آقای سیامک ستوده اصفهانی و فلان اینا رو بذاریم کنار. در اصل دیروز یکی از دوستان برای من فرستاد که آقا ایشون برنامه زنده داره بعد از مدتی و بیا نگاه کن. ما رفتیم نگاه کنیم، خب ایشون پارکینسون میگن گرفته و
تحرک داره و اینا، شاید حالا دکتر بهش گفته مثلا روی از این صندلی‌های لیزی بوی بشین که مثلا این حرکت، نمیدونم. ولی اون کسی که فیلم برداری میکرد از ایشون یا کمک میکرد که یه آقایی بود صداش که دوبار آمد، خب چرا مثلا به ایشون نمیگه آقا اصلا بیننده دیوونه میشه، شما دوستان فکر کنید من هی به غیر از این که دست و پامو اینجوری میکنم خودم هم هی برم عقب و بیام. خب شما دست و پاتو نمیتونی کنترل کنی، اون بیماری صندلی لامصبت رو که میتونی کنترل کنی، یه صندلی معمولی بذاری که حتی اینجوری اینجوری نشه. من یه چیزی که یه دفعه متوجه شدم توی برنامه 2 ساعته من گاهی میچرخم اینجوری نگاه میکنم، گاهی میچرخم اینجوری نگاه میکنم. شما هیچ کدومتون تا حالا صندلی من رو این پشت دیدید که پشت صندلیم بیاد اینجا بره بالا؟ باید صندلی کار داشته باشید، نه صندلی سلطنت، نه صندلی استراحت، نه صندلی لیزی بوی. صندلی کار چیه؟ یه کرسیه، یه چارپایان، دوتا. اونایی که منو میشناسن میدونن 20 سال پیش توی تلویزیون رنگارنگ یه کسی زنگ زد منو عصبانی کرد، من بلند شدم یلو پیج، دوتا یلو پیج من گذاشته بودم رو صندلی ارج که میزی که بلند بود برسم، چون من بعدم میام مثلا اینا بعضیا اینجوری برنامه اجرا میکنن، میرن اون پایین، بعضیا میان این بالا، بعضیا میان که اصلا شما موهای تو دماغش و ابروهاش اینا رو میبینی. این یه قانونی داره، باید کلت توی سوم باشه تا اینجای دستت پیدا باشه، این جلو چیزی پیدا نباشه، دست دهه اینجوری نکنی، اینجوری نکنی، مثل سوسیس اینجوری نکنی، خیلی اینجوری اینجوری تکونش ندی. اینا کلاس باید بری یا باید یاد بگیری از دیگران. در صورت آقای سیامک ستوده برید برنامه دیروز شو ببینید، هی هم میگه هر کی اینجا هست برای ما بنویسه. میگم آقا شما نویسنده هستی، مگه وقتی میخوای چیزی بنویسی باید 6 نفر بالای سرت باشن؟ شما مینویسی، چاپ میکنی، میفرسی یا میفروشی، طرف اگه وقت داشت میخونه، شما بنویس، حرفتو بزن برو. تا حالا کدوم روزی دیدید توی این چند سال که من بیام بگم خب حالا منتظر میشین که 10 نفر بیان تا ما برنامه رو شروع کنیم؟ آقا ممکنه 4 نفرم امروز نیان، بازی فوتبال نمیدونم پرسپولیس و فلان، بازی فلان و فلان نیان، من برنامه خودم رو اجرا میکنم. بعد طرف میاد توی یوتیوب، این برنامه گذشته 900 تا 800 خورده دیدن، ما به همینم افتخار میکنیم. نمیدونم توی فیسبوک 309 هزار نفر آمدن همینجوری بازدید، مثل خیابون زند و داریوش. خب اینا مهمه. آقای ستوده براش من نوشتم، ولی حالا یا این برنامه زنده نبود که اونم یکی از اشکالات، شما حتی نمیدونی برنامه زنده کی زنده است کی زنده نیست. دیدید یکی مینسه زنده، یکی مینسه بازپخش، یکی مینسه از قبل ضبط شده، یکی مینسه تماس نگیرید این برنامه مال 3 سال پیش بوده، یکی مینسه این مجری الان دیگه مرده اصلا نیستش، با جهنم تماس بگیرید. اینا رو هم چجوری میشه؟ خیلی از تلویزیون ها ساعت میذارن، یه ساعتی میذاره که روز و ساعت و اینا رو نشون میده که شما میفهمی این برنامه زنده هست یا نه و الی آخر. آقای اکبری میگه نصف شب که بیدار میشید یک سیگار روشن کنید ببینید چه کیفی داره. خدا بیامرزه، این پدر ما هر وقت شامی نهاری میخورد میگفت که یه سیگار پشت نهار میچسبه. مادر من میگفت شما برو سیگارتو بکش دیگه، اینجوری به ما توهین نکن. قبل از چی میگی؟ نمیدونم، قبل از صبحونه یه سیگار میچسبه، بعد از چایی یه سیگار میچسبه، قبل از نهار یه سیگار میچسبه، بعد برو چسبتو بزن ما رو نجات بده. در صورت من سیگاری نیستم، حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه گهگاهی اون وقتا سیگار میکشیدیم، اینم مثل بیل کلینتون سیگار برگ. بعد دیدم که نه اونم مزه بدی داره، گفتیم بابا ولمون کن، چرا با چیزای خوشمزه و خوب آدم خودشو مشغول نکنه و با چیزای بد. ضمن این که درباره کرونا گفتن که اونایی که سیگار میکشن کرونا کمتر رفته سراغشون، البته این آمارا هر روز عوض میشه. قرارداد گلستان که بعد شد ترکمنچای با فشار آخوند، آقای مبصری صحبت کردن، بازم از ایشون ممنونم. اینجا نوشتم که چند جا را باید چک کنیم، چند قسمت، آیا همه را یاد گرفتیم؟ خود من دیروز گفتم این ایمیلایی که من وقتی میفرستم هی برمیگرده، هیچ تعارفی هم نداریم، خیلی از اینا مردن آقا، نیستن یا سیستمشون عوض شده، طرف دیگه الان ایمیل AOL رو نداره، امریکا آنلاین
مای 20 دلار بده، وقتی مجانی بهش میده جیمیل با این همه امکانات بهتر. بعد این ایمیل هایی که من دارم بیش از 3000 تا ایمیل بود، خیلی هاش 2 تا و 3 تا است. مثال میزنم، آقای اکبر شیرازی ایمیل داره، آقای اکبر اکبری هم ایمیل داره، دوست اون به اسم حقیقیش هم ایمیل داره. این 3 تا رو که من نوشتم حالا مرجش کردم، دیروز شد 1500 تا ایمیل ناب و کارکن داریم. اگه کسی خواست از این 1500 تا ایمیل، نمیگم اسامی رو به شما میفروشم، شما میتونید یه ویدیویی اگه تولید میکنید بفرستید، ما برای اونا میفرستیم. برای بیش از 12000 نفر روی فیسبوک قرار میدیم، برای بیش از تقریبا 5000 نفر روی فیسبوک شخصی خودم قرار میدم، حدودا یه 20000 نفری این ور اونور میبینن. و اما When was America great؟ میدونید که یکی از شعارهای انتخاباتی ترامپ این بود که Make America great again، که بهش ماگا میگن، MAGA، Make America great again، یعنی آمریکا رو دوباره گلستان کنیم. نمیدونم great رو چی بگیم، بزرگ فقط به معنی بزرگ نیست، عالیش کنیم. این چند روز گذشته که هفته پیش مال دموکرات ها بود و این هفته مال ریپابلیکن ها، کانونشنشون یا گرده هماییشون و اینها، و این ماجرای فیل هوا میکنن، واقعا مثلا اینا فیل هوا میکنن، فیل هایی رو باد میکنن، چون سمبل حزبشون فیله و سمبل حزب دموکرات ها خر هست، دانکیه. و چی داشته میگفتی؟ یادمونه. آها، Make America Great Again. یه خبرنگاری رفته بود، اینایی که داشتن میرفتن و کلا سرشون بود که نشتون Make America Great Again، میگفت که خب حالا آمریکا گریت شد، میگفت نه هنوز 4 سال دیگه لازمه. بعد یکیش میگفت شاید هم 12 سال، یعنی 3 سری ترامپ از حالا داره قرم ساپور قرم قرم میکنه براتون، بعد تا گریت بشه. بعد میگه حالا از منظورت از گریت، همون سوالی که من تو برنامه کردم، منظورتون از گریت آقای فرهنگ حمید، ایشون تلویزیون داشت، آدم بسیار خوبیه، انسان شریفیه، ولی اینایی که وقتی به دین میرسه میخوان کتاب رو بیارن و اون کتاب تورات، کتاب انجی، کتاب قرآن بگن، این یک کتاب همه چی رو میپوشونه، قانون رو میپوشونه، اجتماع رو میپوشونه، فلان اینا، اینا اونجا نمیشه باهاشون صحبت کنی. آقای فرهنگ حمید یکی از اونایی که میگه پرزیدنت ترامپ is one of the best، بازم خدا پدر اینه بیامرزه، میگه یکی از بهترینه. خود ترامپ نادان که میگه من پشت سر ابراهام لینکلن بهترینم، خودش میگه من هنوز یکی جلوم هست. احمقای شاه اللهی مخصوصا کالیفرنیا یا اونایی که جنگ طلب هستن، اونا میگن ترامپ خدا پیغمبر بهترینه. من میگم که تو بهترینش من میذارم تاریخ قضاوت کنه، ولی پیغمبر بودنش من با شما معتقدم، چون اگر تاریخ پیغمبر بخونید، پیغمبرها رو بخونید، همشون دیوونه بودن. اولین کسایی هم که گفتن اینا دیوونه هستن فامیلشون بودن، از موسی گرفته که اگر دیوونه نبود اون فرعون و فامیلش و اینا، اون درگیری ها. بعد کسی که مهندسه بیاد یه گروهی رو 40 سال توی صحرای سینا و این ور اونور گم و گور کنه، آخه اون وقتا که ساختمون نبوده که شما گم بشی. الان این روزا رانندگی میکنی، دوستات اون ور وایسادن، میگی کجایی؟ میگی من سیرس وایسادم. میگی آقا من دارم سیرس رو میبینم. میگی نه اون ورش نه این ورش هستم. توی صحرای سینا که اون موقع ساختمونی نبوده که گم بشن، و ثابت کردن آدمی که ندونه از این نقطه A به B تو 2 هفته میتونسته با پای پیاده بره، و این همینجوری اینا رو چرخونده، حالا انگشت به دست یا انگشت به هر جای دیگه. بعدم تو کتابشون هم نوشته شما قوم سرگردانی هستین، قوم بدون مملکتی هستین. اینا رو قبول ندارن، ولی اونجایی که میگه این اسرائیل، بنی اسرائیل از اینجا اومده، بلند شدن رفتن اونجا. یکی من بگه آقای اون خانم، شما قبل از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم چرا تو اروپا بودین؟ شما ها چرا تو خاورمیانه نبودین؟ تست اعتیاد بایدن واقعا تست میده؟ تست اعتیاد بایدن واقعا تست میده؟ نه. ببینید، شارلاتانایی مثل ترامپ میاد یه چیزایی رو هر روز میاره جلو که نظر شما رو به اصطلاح بپیچونه، منحرف کنه.
از چیزای اصلی، از اینکه بیش از 180 هزار نفر در آمریکا مردن. آمریکایی که بوش برید نگاه کنید، بوش گفته بود که پندمیک داره میاد، مواظب باشید. اوباما گفته بود باید ما برای پندمیک که ساخته بود یه سیستمی رو هم ساخته بود. ترامپ اومد پندمیک، گفت پندمیک چیه، پولشو خرج چیزای دیگه میکنیم. حالا همین مردک میگه که هیچ کس نمیدونست، همه میگن همه میدونستن، توی احمق نمیدونستی. حالا این میاد برای لوس بازی هی میگه جو بایدن اسلیپی، خوابالو اینا، بعد میگه قبل از حرف زدنش احتیاط. حالا خودت هر روز میری تست چیز میدی، چی بهش میگن، مال کرونا، و دیدید که دوروبریاش چند تا گرفتن، همین دیروز پیروز و پس پیروز که اینجا بودن چند تا توی این چیزا گرفتن. جو بایدن میگه که راجع به تست کرونا میگم، میگه من هیچ سیمپتومی ندارم و رعایت میکنم، نمیرم، نمیام، چیز نمیدم، تست نمیدم، تست برای کسایی که لازم دارن بدید، بذارید اونا سریعتر انجام بشه. حالا این دید از اون بر حریفش نمیشه، آمده میگه تست اعتیاد بده. این تست اعتیاد رو باید شرط بذارن برای هر کسی که میخواد، برای هر دفتری، نه فقط دفتر ریاست جمهوری، برای هر جا. شما میخوای راننده اتوبوس بشی آزمایشت میکنن، میخوای بری یه نونوایی نون دلیوری کنی آزمایشت میکنن. این راننده اتوبوس ها که بهشون زنگ میزنه، طرف با مسافره، تو 20 دقیقه باید بره خودشو برسونه و میگه سوپروایزرت داره میاد که ماشین رو از تو بگیره، مسیر تو رو ادامه بده، تو برو آزمایش کن. اینا هست. اصلا شما آقای ترامپ، حیف کلمه آقا ترامپ شالاتان رو جدی نگیر و بره دنبال کارش. و اما این که کامنت صفحه خودم When was America great؟ اون ویدیو رو گذاشتم توی صفحه خودم. من این روزا به غیر از این که ویدیو خودم رو میذارم و نمیخوام زیادی برای دوستان چی بفرستم که اصلا خبر ندارم فرستاده میشه یا نه، اگه شما فالو نکنید یا دنبال نکنید، من اصلا سیستمش واقعا خبر ندارم. یه دونه که میذارم توی کامنتاش به جای نظر میام چیزای مختلف میذارم. مثلا بهتون الان نشون میدم، بیاین اینجا بریم در صفحه خودم و اینجا select area، من اینجوری بهتون نشون میدم که بتونیم ببینیم. کامرای دو بر ببینید، اینی که این بالا داریم میبینی الان برنامه زنده، میایم میره برنامه های قبلی، برنامه ببخشید از اینجاست، این بالای بالا که نوشتم. آیا شما این نوشته را میبینید؟ آگهی خود را اینجا قرار دهید، دیگران هم آگهی شما را خواهند دید، که حالا عکس ما رفته روشو، اینم به خاطر فیسبوک. خب میای پایین ببین، مثلا این برنامه امروزه، من بعدش برنامه یوتیوب میذارم این بالا، اون وقت اینا زیر که کامنت هست میام چیزای مختلف، خبری باشه اینها رو میذارم. امروز گفتم بهتون، شنیدم که توی فرانسه یک بمبی منفجر شده، نمیدونم این خبر جدید با یا نه. این ببین برنامه هفته قبل رو من به خاطر اون آقای داور روشنی اصلا اومدم اسم این برنامه رو عوض کردم، نوشتم سینما رکس آبادان را چه کسی چه گروهی آتش زد، مهمان ما باشید تا در این باره با هم صحبت کنیم، که حتی یک نفرم نیومد. چون یک نفرم نبوده اونجا، چون یک نفرم تو دادگاهش نبوده، چون سیستم ایران همیشه بر اساس دروغه. و آقای مبصری باز چه قشنگ توضیح داد، گو اگه این شفافیت نباشه و اینجوری میشه، اگه سانسور باشه، اون وقت سانسور از اون بر میگرده به خودشون هم میزنه. این مثلا یه فیلمیه که ملانیا وقتی میاد میگه اگر حرفای غلطی که میزنه قرار بود براش هر یه پنگوئن سبز بشه، یا مثل اون هست که میگن هر دروغی که طرف میگه دماغش بزرگتر بشه، یا یه پینوکیو بهش بدیم. بذارید من اینجوری براتون اینو بزرگتر کنم. بله اینا رو من تو کامنت ها میذارم، یعنی به صورت پست نیست، یعنی اون پست این کامنت. این آقای جورج کارلین یکی از کمدین های محبوبه که من خیلی ایشون رو قبول داشتم، خب بیچاره فوت شد رفت، ولی من هنوز تا هنوز ویدیوهاشو نگاه میکنم و هنوز تا هنوز ازش یاد میگیرم. این فیلمی که بهتون گفتم، این فیلم را با دقت تماشا کنید، چرا اسمش را 5 تا 5 گذاشتن. ببینید کاپی لینک لوکیشن براتون اینجا میذارم، گذاشتنش تو فیسبوک. بله
و اگر شما در چنین حالتی قرار بگیرید چه خواهید کرد؟ حالتشو نمیگم، نمیخوام به اصطلاح براتون این رفت این رفت تو فیلمه اصلا، نمیخوام فیلمه رو براتون خرابش کنم، اینجا میگن do not spoil it، خرابش نکن. باز همین حالا بعدا با هم صحبت میکنیم. اینم از این ماجرا. و بیاین گاهی وقتی نگاه کنید فیسبوک و کامنتاشو نگاه کنید و نظرتون رو هم بنویسید. حتی اگه نظری ندارید لازم نیست هی تعریف کنید قربون صدقای دروغی و اینها، برید بنویسید که خب نگاه کردم و برای وقت گذرونی خوب. دیروز که داشتم جیمیل رو چیز میکردم، چون من هفته پیش راجع به اون پروگرام های پشت کامپیوترتون رو چجوری خاموش کنید وقتی گفتم، چند نفر به اصطلاح تشکر کردن رو فیسبوک و روی ایمیل و یه نفر زنگ زد گفت آقا من دیگه کم مونده بود کامپیوترم برم عوض کنم، شما این کاری که کردی، گفتم امتحان میکنم ببینم بهتر میشه یا نه، و بهتر شد و من برای شما یه حمایتی میفرستم. آدرسم گرفت، حالا ببینیم برامون حمایت میفرسته، برامون دست خر میفرسته، برامون چه میفرسته. بماند ببینید دوستان، شما توی فیسبوک اگه ببخشید توی ایمیلتون اگه از جیمیل استفاده میکنین، قبلا کانتکت یا افرادی که اسامی لیستشون با شما بود سمت چپ توی این سه تا خط بود. اولا این که میگم شما صحبت چند جا رو نگاه میکنید، واقعا یه نگاهی به صفحتون بندازین ببینید چه خبره. سه تا خط اینجا کشیده، یه لوگو اونجا گذاشته، یه باتن اینجا گذاشته، یه نمیدونم بیلاخ اونجا گذاشته، یه فلش اونجا گذاشته، یه پیکان اونجا گذاشته، یه چرخدنده اونجا گذاشته، یه چیزی هم که 9 تا نقطه است اونجا گذاشته، بهش میگن گوگلز اپ. اپ که میدونید اپلیکیشن، الان چند ساله که از زمانی که تلفن اسمارت و اینها اومد، این آی مک و آیفون و اینها همش رو اپ میچرخه. الان چند ساله که ویندوز 10 اومده، ویندوز 10 هم سیستمش با اپ کار میکنه. دلیلش هم اینه که سالها پیش آقای بیل گیت یه پولی داد به استیو جاب، کمکش کرد که ورشکست نکنه، با وجودی که رقیب بودن ها، یاد بگیرید بابا از این کافرا یاد بگیرید. اون وقت مرده که نمیدونم چه کاره نیرو دریایی، میگه نه خیر من که همه افراد نیرو دریایی رو میشناسم، سوربی تو نیرو دریایی نبوده و این تو حزب توده بوده. ببینید اصلا خجالت نمیکشن. یعنی اون فیلم 5 تا 5 رو نگاه کنید، اون وجدان، اون محاکمه وجدان رو حتما ببینید و برای من نظرتون رو بنویسید، چه فارسی چه انگلیسی. فنگلیش ننویسید، این فنگلیش دوستان مال ما فارگلیشه، یعنی فارسی و انگلیس. فنگلیش حقیقتا فنلاندیا و انگلیس میگفتن فنگلیش، اگر اصلش رو برید دنبال کنید. احمد شاملو یه دفعه در این باره صحبت کرد، فارگلیش، حالا ما میگیم فنگلیش، دیگه خودمون میفهمیم منظورمون فارسی انگلیسیه. اونجوری ننویسین، خوندنش مشکله، من تا اونجایی که بتونم نمینویسم یا انگلیسی. حالا چرا، حتی اگه برای اونایی که فارسی هستن انگلیسی شما بنویسین، اون راحت میذارتش تو گوگل ترنسلیت، ترجمهش میکنه به فارسی، دست پا شکسته، بهتر از فنگلیشه که اصلا فاجعه است. و اما درس امروز جیمیل، اجازه بدین من براتون یه چیزی رو باز کنم. عذر میخوام، کمپوز یا ببینید صفحه رو من به شما نشون بدم. همه اینا رو شما میتونید از یوتیوب، از چیز یاد بگیرید، از گوگل و اینها به اصطلاح یاد بگیرید. ببینید کل صفحه کامپیوتر ما، و شما وقتی میایین تو این، من اینو ببندم، قبلا اینجا بود، این سمت چپ، حالا خیلی هم کوچیکه، این سمت چپ بود، الان این سمت راست، اونجایی که این سه تا نقطه 9 تا نقطه رو همه، اینو میذارید، اون وقت اینجا هست. بعد اینا رو هم میتونید جابجا کنید، ببینید مثلا کانتکت اگه این پایین بوده شما بیارید بذارید این بالا، بر اساس چیزایی که لازم دارید به ترتیب اجرای نقش به قول معروف بذارید اینجا. برنامه خیلی زیادی هست، اگرم مشکلی داشتید تماس بگیرید، من تا اونجایی که بلد باشم راهنمایی میکنم و
اونجایی هم که بلد نباشم میگم خب اینم سوال خوبیه، منم میرم دنبالش. این پس موضوع خط بزنم، چند جا رو باید چک کنیم، چند قسمت، آیا همه را یاد گرفته ایم؟ من برای یه دوستی که یه ویدیوی فرستاده بود از برنامه زنده، اونم برنامه زنده ای که طرف حتی دوزار نمیده اینترنت قوی بخره، هی قطع و وصل میشد، براش نوشتم آقا منظور شما از ارسال این ویدیو برای من چی بوده؟ طرف جواب نداد. میدونی چرا؟ یعنی دیگه نمیدونن، ناخودآگاه دارن کارهای زشت انجام میدن. مثل این میمونه که من اینجا با شما دارم کار میکنم، یه چیزی خوراکی باز کنم این گندیده باشه، من پرتش کنم رو میز شما. نکنید این کارو، پرت نکنید. یه کلمه یه جمله بنویسید برای طرف، بنویس سربی من داشتم این برنامه رو نگاه میکردم، ببین این آقا یا این خانم در دقیقه 50 چی میگه. زرتی بفرست برای سربی زرت. خب اینا رو بلاکشون میکنم. همین آقای داور روشنایی براش نوشتم ببین اگر آدم نشی بلاکت میکنم. گفت بله شما تحمل انتقاد ندارید. میگم مردک تو انتقاد نکردی، تو دروغ داری مینویسی، تو از قول من تو صفحه خود من اگه پشت سرم اقلا رفته بودی گفته بودی یه جای آقای شیرازی نشسته بود، آقای اکبری نشسته بود، میگفتی سربی گفته اینجوری، اونا هم باز میگفتن آقا فکر نمیکنم. ولی تو جلو چش خود من داری دروغ مینویسی، منم بهت اجازه بدم؟ مثل که من بگی آقا بلنگو به دست من میخوام فوشت بدم، خب بلنگو رو میزنم تو سرت هر قدم من دموکرات باشم. بعد نوشته حالا اگر شما نمیخواهید فلان کنید، نمیخواهید کلکل کنید، چرا من را بلاک میکنید؟ میگم خب برای که نمیخوام باهات کلکل کنم. من میگم اگه تو شهامت داری، جرأت داری، جسارت داری، حقیقت میگی، بیا تو برنامه تا 4 نفر دیگه هم قضاوت کنن. آقا امروز طرف از کالیفرنیا میاد، اون از آفریقا، اون آقای مصبا میگه حرفش درسته. اینجوری ما میخوایم باشه، نه که من با تو کلکل کنم بعدم تو بلند شی بری تو اسکاتلند یا موتور سواری یا بری عرق آبجو سیاهتو بخوری. تو دردی از من دوام که من اومدم اینجوری که 4 نفر مثل تو آدم بشن. در هر صورت صحبت از کلکل شد. یه آقایی به نام باورتون میشه من اسامی اینا رو یادم میره، چون آقا 20,000 تا اسم وقت همه اینا چون با یه نفر طرفن فکر میکنن من میشناسم. میگه آقا هفته پیش با هم صحبت کردیم. میگم آقا اولا اسمت چیه؟ اونجا به چه اسمی هستی؟ بعد درباره چی صحبت کردیم؟ فکر کنم آقا آقای صالحی باشه اسمش هم یه چیزی نوشته بود. من گفتم آقا اگه میخوای بیا تو برنامه من. حالا ببینید این آقا هنرمنده تو ایرانه، نوشته بر علیه دولت و فلان و اینها کارها کرده، زندان انداختنش، الان مجتبی صالحی. بعد ببینید که ببخشید این آقای نیساری خدا بگم چه کارش کنه، یه چند هفته است خبرش ندارم. این یه چیزی میگه، میگه اینهایی که مکس فندقی هستن. ببینید به طرف میگم که شما اینو نوشتی، من مایلم باهاتون صحبت کنم. برای من یه مشت مدارک فرستاده، دادگاه انقلاب این، دادگاه اون. معمولا هم چیزا مالیه، اینا یه جا رفتن دنبال پول مولی، پول گیرشون نیومده به درد سر افتاده. اوکی. بعدن میگه که بله نمیدونم آغاز کار ترامپ مصادف است با روی کار آمدن دولت ملیگرا در ایران. میگم آقا این ترامپ میگه من با آخوندها میخوام حرف بزنم، داره منت کشی میکنه. میگه نه منظور، میگم آقا تو منظور اینم به انگلیسی که حرف بزنه میخوای برام ترجمه کنی؟ بعد میگه ویدیوهای منو پخش کن. میگم آقا من ویدیوهای موزیک تو رو میخوای پخش کنی باید پول بدی. میگه پول ندارم بیکارم. خب آقای هنرمند پول نداره بیکاره، میترسه حرف بزنه، ولی از توی ایران زنده باد ترامپ میگه. یکی بود گفت که آقا بابا تو ایران یکم اینا آدم بشن، آخه دموکراسی یاد بگیرین. گفت بابا بیا من تو آمریکا زندگی میکنم، اینجا میتونم بگم مرگ بر ترامپ. ایرانیه گفت خب کاری نداره، منم تو ایران میگم مرگ بر ترامپ، ولی نمیگه ای بگم مرگ بر خامنه ای چوب تو آسینش میکنه. میدونید این آقای مجتبی صالحی بیا یه تبلیغم برای شما بشه. بعد خیلی خنده داره وقتی میگم اینجوریه، میگه حالا این چیزا هم بین خودمون باشه ها. میگم یعنی تو اینقدر نادانی، تو اینقدر کمدانی که میای روی فیسبوک با من این حرفا رو میزنی، این تبلیغا رو برای ترامپ میکنی، اون وقت فکر میکنی آخوندا، بچه آخوندا، پاسدارا اینا خبر ندارن؟ آخه نکنید این کارا رو، والا فامیلاتون باید به شما بگن نادانی تا که.
بعد میگه که میدونید من ببین ترامپ رفت سازمان ملل باهاش همراهی نکردن، رفت ماشه رو کشید تیر زد تو پای خودش که حتی بولتون گفت اشتباه بوده. حالا ببینید مثلا این آقای مجتبی صالحی، اینم تبلیغ مجانی برای شما، من صفحه ایشون رو دوستان نشون میدم، این آقای چیز الان دو هفته است برنامه نداره، آقای میخواستم بگم راشد، آقای ارشاد، بعد به دوستان بهایی میگه آقا تا میان با من صحبت میکنید بعدش نگید اومدن منو گرفتن، شما چند ساله نمیدونم فعالیت اینجوری داشتی و همینجوری که من پیدات کردم خب اونا هم دارن میبینن دارن میخونن، چیزی که از حالا تصادف شده. حالا این آقای مجتبی صالحی فردا نگه که صحبی تا وبسایت منو نشون دادی اومدن منو گرفتن. نگاه کنید آقای مجتبی صالحی هم با فارسی نوشته هم با انگلیسی نوشته، بنیاد امید همایون شهر، ایشون مدیر عامل اونجاست، استدید از اصفهان، دبیرستان صائب، چنین و چنان، براش هم نوشتم من دو سال قبل از انقلاب اردوی، چهار سال قبل از انقلاب اردوی نجف آباد بودم، اردو دانشجوی اونجا، و تصمیمم این بود که اگه خواستم تو ایران بمونم، چون موقع فکر خارج اومدن نبودم، اصفهان زندگی کنم. بعد که جنگ شد و شلوغی های شیراز و اینها، حتی فکر اصفهان و شمال بودم که اومدیم اینجا. حالا ببینید دوستان، برای که با اینا آشنا بشید ببین چی نوشته، فشارهای ترامپ جواب داد، برجام به لحاظ قانونی اجباری نبوده، حتی امضا هم ندارد، آخوند حسن روحانی و دموکرات ها و چین و روسیه به جهان دروغ گفتن، ممنون ترامپ جان عزیزم. اصلا من نمیدونم یه هنرمند اینقدر how low you can go، یعنی چقدر پس فطرت بشید، چقدر پس فطرت باشید که بیاین یه آدم شارلاتانی که 74 سال با ننگ زندگی کرده، خواهرش، دختر برادرش، فامیلاش، وکیلاش، حتی همین پسرش که امروز به خاطر پول دنبالشه 10 سال باهاش حرف نمیزد. خب حالا اینا رو نوشته، بعد من نوشتم که این هم یک خجالت بزرگ برای ترامپ که نتوانست در سازمان ملل همراه پیدا کند، خودش مونده و طرفدارانی که خودشون را فریب داده و فریب میدن. ترامپ و آخوندها شارلاتانهایی هستند که با آسانی افراد ساده لوح را گول میزنن، منظور همین آقای مجتبی صالحی. بعد نوشتم این دیوانه فقط دور کاخ سفید دیوار کشیده، آخوندها هم که در فکر دیوار برای اینترنت ایران هستن. بله، در صورت اینم این، و ببینیم که حالا آقای صالحی که فکر میکنه وقتی یه چیزی برای من و دیگران مینویسه آخوندها نمیبینن، فقط اگه بیان تو تلویزیون صحبت کنن آخوندها میفهمن، برو آقا. گفتم آقا اینجا به ما میگن ما مزدور آخوند هستیم، آخوند بیناموس برمیداره مینویسه تلویزیون مردم نمیدونم ضد انقلاب. میدونید برای چی؟ اگه گفتید برای چی؟ برای که واقعیت رو ما گفتیم. یعنی دو نفر اومدن تو دادگاه، این میگه آقا این تو سبز اومده، این میگه تو فلان، میگیم آقا این اینجوریه اینجوریه، ولی شما هم تون میرفتی، اگه شما مثل آدم رانندگی میکردی توی این منطقه شهر میتونستی ترمز بزنی، حکم صادر میکنه قاضی میره، این دوتا از ما ناراحت میشن. چرا؟ چون ما حقیقت رو گفتیم. حالا شما هم حقیقت بگو، دوستان ناراحت، دشمنات هم که دشمنتن، دشمنا که حمایت نمیکنن، دوستان هم هر کدومشون یه عذر و بهانه‌ای دارن، یکیش میگه نمیدونم پول ندارم، یکیش میگه فلانم. بماند درس امروز جیمیل کانتکت، کانتکت هاتون دیگه سمت چپ نیست، سمت راست، مدت ها توی اونجایی که اپ هست 9 تا یه مربع که از نقطه ساخته شده، 3 در 3 نقطه. از دریای خزر چه چیزی نصیب من و ما شد؟ دوستمون نوشت که آقا میرفتیم اونجا لنگ و پاچه میدیدیم اینا، بعد بهش گفتم شاید شما باورت نشه ولی من دو سال یا سال دومه نمیدونم سال 59 بود رفتم شما، سال اول که خبری نبود، سال دوم که رفتیم جدا کرده بودن، پرده زده بودن زنا این و مردا اونور، من داداشم هم از آمریکا اومده بود، رفتیم اونجا یه پلاژ که چه عرض کنم یه کپر کرایه کردیم، نشستیم و چند ساعتی. بعد یه دفعه من نگاه این ور کردم به دادشم، گفتم نگاه کن این پشت سر ما یه چاه آب شیرین بود، بیچاره خانمه اومده بود، حالا از با لباس
چادر و اینا رفته بودن تو آب دریا نمک اومده بودن میخواستن تمیز کنن، دخترا لخت شده بودن، دخترا که میگم دخترای 20 25 ساله لخت و لخت شده بودن، مادرشون آب میریخ روشون، فکر میکردن که حالا چون پشت پلاژا هستن کسی نمیبینتشون. گفتم بفرمایید، جمهوری اسلامی میخواست روسری بکنه سر مردم، لختشون کرده. آقای اکبری نزدیک فرانکفورت، نزدیک فرودگاه چیزی بود، ما هیچ وقت هم نرفتیم، نود بیچ، جزیره لختی، جزیره نه دریا، چی میگن، بیچ میگن، کنار دریای لختی ها، اونجا که دریا نبود. در هر صورت اینجا سال 59 اینجوری بود و تایمینگ سوربی، تایمینگ، نگران نباش سعید جان، آقای ارشاد به خاطر ماه محرم و اینها نتونسته ویدیو درست کنه و منم چون آقای مبصری اشکال از من بود، نه وقت تماس نگرفته بودم و وصل نکرده بودم، با ایشون صحبت کردیم و چون ایشون خوش بیان و اینفورمیشنش خوبه گذاشتیم خوب صحبت کنن، اب نداره یه نیم ساعتی بریم تا 45 دقیقه، 4-45 دقیقه. کامنت صفحه خودم یوکی دیل، بله خانم زاغری هست در ایران. ببینید آدما چجوری اسیر دولت ها میشن، دولت یوکی، همون انگلستان، یونایتد کینگدم، بریتانیای کبیر، هر چی که میگیم، این یه پولی بده ایران بدهکار بوده، ایران هم آقا دیگه قاشقشون خورده یا کفگیر یا اسون خورده به تای دیگ، اوکی اینا هر کاری از دستشون برمیاد آدما رو گروگان میگیرن تا پول بدن. گویا الان سر این خانم زاغری اینجوریه، یکی از کاراشون هم اینه، پول میگیرن چون میدونن این پاشو بذاره انگلستان سورشون میکنه، همینجوری که آقای جیسون رضاییان با وجودی که نامه میدن که آقا ما رو آزاد کنید هیچ کاری نمیکنیم، وقتی میرن بیرون میگه آقا گروه پدر من حالا اومدم اینجا دادگاه آورد میکنیم. بله اینجا نگاه کنید، آها کلوپ فیلم با آقای تقی مختار رو گفتم، یه بار دیگه هم براتون میگم، اگه بشه هفته آینده چند دقیقه با ایشون صحبت میکنیم، اصلا امیدوارم تا هفته آینده راه افتاده باشه و برنامه اولیشو به صورت مشترک، ولی اگه ایشون نتونه بنا به هر دلیلی، چون گفتن دو سه سری سیستم دارن، دوربینشون رو اونجان، این اینجان، اینا، ممکنه خودمون یه همچین کاری کنی. آقای اکبری دوست داری همچین کاری کنی؟ یه فیلمی رو بیای این هفته بگی ولی آخرش رو نگی، خراب نکنی. بعد من یادم اون وقتا تو ایران طرف میگه آقا این فیلم خوبی نبود که آخرش آرتیست کشته شد، میریختن رو سرش میزدنش، بعد میرفتن فیلم نگاه میکردن، بعد میگه کشته نشد که، گفت خب دیدی من که نمیام فیلم خراب کنم. بمانم یه فیلمی مثلا 12 مرد خبیث، شما میگی که من این فیلمو دیدم خوبه فلان اینا، برنامه اولیتون میتونه 10 دقیقه باشه، صحبت کنید یه مقدار از خودتون یا هر چیزی، بعد بگید برید. هفته آینده اونایی که فیلمو دیدن ولی ما نشون نمیدیم فیلمو، با آقای مختارم گفتم ما اگه نشون بدیم فوری یوتیوب و فیسبوک بلاکمون میکنن، بعدم هر قدم شما آشنا داشته باشی اونا اجازه بدن ما تا بخوایم نامه نگاری کنی. یادم سالها پیش این یار دبستانی من آقای منصور تهرانی این شعر رو گفته و خونده و نوشته و ما انقدر ملت ایستایی هستیم و در جا میزنیم که دو سه تا آهنگ همینجوری مونده، یار دبستانی من مونده، مرغ سحر مونده و چند تای دیگه هم هست. من تماس تلفنی گرفتم با آقای تهرانی، گفتم آقا من یه تلویزیون نقلی دارم اینجا، میخوام اوپنینگ برنامه‌م، شروع برنامه‌م یار دبستانی باشه. ایشون اول یکم شوخی کرد، آقا مگه میشه؟ من درست که گفتم خب من زمین به شما زنگ زدم، آقا نمیشه که نشه. خندید، آقا من شوخی میکنم، تو چه آدمی هستی؟ این همه دارن نشون میدن، دارن استفاده میکنن، دارن سوء استفاده میکنن، تو تنها ایرانی هستی که به زبان فارسی به من زنگ زدی گفتی من اجازه میخوام. برو آقا اجازه داری، مبارکت باشه، که ما یه دو هفته گذاشتیم بعد دیگه نگذاشتیم، چون به همین نتیجه رسیدم. آقا چقدر هی بگیم یار دبستانی چوب تو زد تو سر من، ولمون کنید، دیوونه شدیم، بیان یه شعر جدید بگیم، بشینیم یه فیلم جدید نگاه کنیم و الی آخر. ارسال هر آشکالی، اون هم به صورت پیام خصوصی. آها من برای این آقایی که الان اسمش یادم رفته، آها اسمش هست غلام علی ترکمان رحمانی و براش نوشتم خب آقای غلام علی ترکمان شما یه ویدیویی رو فرستادی بدون هیچ توضیح، اونم پیام خصوصی، آخه شما اقلا فرق پیام خصوصی با کامنت با صفحه عمومی رو باید بدونی. یه وقت میای تو این خیابون رد میشی، کاغذ میریزی که من آقا باغچه درست میکنم،
یه وقت میاید در خونه من در میزنی، این پیام خصوصی، شما در خونه من در میزنی. و بعضی ها اینقدر نادانن، حالا اینجا که دو بعد از ها کسی نخوابیده و فلان، مثلا بعد 9 شب در میزنه، اصلا آدم میترسه میگه چی شد این موقع یکی اومد، بعد در آواز کنه یه نفر وایساده میگم آقا این تابلو رو ندیدی؟ من اینجا نوشتم نه دین دارم، نه دین میخوام عوض کنم، نه آب و برق میخوام عوض کنم، هر چی دارم راضی هستم، ولم کن، چرا تو در میزنی؟ میگه نه قانون به ما اجازه داده، ما چون مال مذهب هستیم. میگم این ریدم تو مذهبت که اگر اون مذهب و خدا درست بود میگم مزاحم مردم نشون. بس بریم دیگه، حالا دوستان فوشون هم میده. خب ارسال هر آشکالی اون هم به صورت پیام خصوصی غیر اخلاقی است. حالا چرا؟ به عنوان پیام عمومی شما برو رو کامنت بذار، اونم من میام میگم اگه شما شعور داشته باشی این کامنت باید راجع به برنامه باشه. پس یه کمی چیکار کنیم؟ شعور اونو ببریم بالا. الان میدونم سعید میگه آقا حالا ما اومدیم خونه خاله دلمون واز شه، خاله چی دلمون پوسی. بله هر عقیده این محترم نیست، این شعارهای قلابی رو دور بریزیم. من یه کاغذی اینجا دارم اگر بتونم پیداش کنم، عقیده، اینو بیارم اینجا. بله نگاه کنید دوستان، بزرگ نصف نصف بهتون نشون میدم که بزرگتر دیده بشه. اوکی اینجا کامرای دو دیدید که اینا میگن که آقا باید به عقاید احترام گذاشت. نوشته هر عقیده ای محترم نیست، عقیده فاشیست ها که به نژاد برتر اعتقاد دارن محترم نیست، عقیده هیتلر که میلیون ها انسان را به کوره آدم سوزی میفرستد محترم نیست، عقیده گاو پرستی که با ادرار گاو وضو میگیرد معتبر نیست، عقیده کوکلوس کلان که سیاهان را به صلیب میکشند و آتش میزنند محترم نیست، عقیده طاهری که به جن معتقد است و انرژی درمانی محترم نیست. این آقای طاهری میدونید که همون چیچی حلقه است که خود منم به اینا خیلی میکروفون اینا دادم، حالا که آزاد شده تو کانادا دیگه کاری به ما نداره. عقیده کسی که با غم سر فرزند 2 ساله خود را به بهانه عاشورا میشکافد محترم نیست، عقیده کسی که با ختنه دختران و قطع حساس ترین عضو بدن زنان آنها را از لذات جنسی محروم میکند محترم نیست، عقیده مولوی که میگوید زن دست مالی است برای رفع شهوت مرد محترم نیست، عقیده مذهبی که تجاوز به همسر سربازان شکست خورده را دستور میدهد محترم نیست. هر عقیده ای محترم نیست، حتی اگر 8 میلیارد پیرو داشته باشد. دیدی باز بهت میگه که آقا یعنی شما فکر میکنی 1 میلیارد و فلان مسلمان اینا بی خود باور دارن؟ بله آقا بی خود باور دارن. 2 میلیارد مسیحی بی خود باور دارن؟ بله آقا بی خود باور دارن. اینقدر کلیمی بی خود باور دارن؟ بله آقا. یکی از دلایلش هم که اینقدر کلیمی بعد از 5000 سال هنوز تعدادشون اینقدره همینه که بی خود باور داشتن. دوستان عزیز ساعت 4:44 است، 4:44. شما اینجوری مثلا از خواب بیدار میشین میبینی ساعت هست 3:33، 2:22، 4:44، میگی فردا برم لاتاری بخرم. آقا این شماره هر روز هست، تو برو لاتاری تو بخر تا نری امام رضا بگی خدایا یه کاری که ما برنده بشیم، بگی خب تو بلیت بخر. بله هر عقیده ای محترم نیست، ماشه ترامپ کار نکرد، مکانیزم ماشه، فیلم 5 تا 5 هم براتون نوشتم، اون صفحه آقای مختارم هست، ایرانیانز ویکلی، چون اسم نشریهشون ایرانیان بود، ایرانیان هفتگی. حالا ممکنه برای فیلم و اینا فیلم کلاب، باشگاه فیلم، باشگاه دوستداران فیلم، اون مهم نیست. اسب حیوان نجیبی است، فیلمی است که اگه ندیدید برید ببینید. ترامپ توی این مراسم دزد بانک رو بخشید. توی قانون آمریکا برای که بانک چک پول دادن گرفتن چی باشه، از قدیم برای اونایی که بانک رو میزدن جایزه‌های زیاد میذاشتن، باهاشون هم خیلی سخت رفتار میکردن. و این مردک تا حالا به غیر از اینکه دوستانش رو بخشیده، دوستان خاطی و خطاکار، این مردکه رو، اونم در برنامه کانونشن که خود این کارهایی که کرده ایلیگاله. چیزی که هست این میگه آقا من این کارهای غیرقانونی انجام میدم، تا اینا بخوان فسفس کنن بشه من یاد شدم انتخاب شدم دوباره که نمیتونن کاری به من انجام بدن، یا در میرم دنبال کار زندگی. اینم از این. اگه قلب
جمعه است 4-5 تا جوک بگم بخندی. این جوکا رو صبح یه نفر برای من ویدیو فرستاد و به صورت سوال جوابه. اگر قلب خودت یا قلب کسی ایستاد چه کار میکنید؟ حتما دیدید براتون میارن اینجوری میشه لبش، اینجوری میشه، فلان میشه، شما این کارو بکنید، اون کارو بکنید. گو آقا خیلی ساده یه صندلی بذار تا بشینه. گرفتی؟ اگه قلبت ایستاد صندلی بذار تا بشینه. هیچ وقت فکر کردین چرا ماهی ها به همدیگه دست نمیدن؟ شنیده بودین اینو؟ راستی باید بگیم جوکی رو که میخوایم بگیم هی بگیم شنیده بودی؟ نه شما شنیده بودی، نه شما شنیده بودی. اولا میگم به احترام اون کسی که جوک میگه، شما حتی اگه شنیدی هم بگو نه آقا بگو دیگه. بعدم حتی اگه شنیده بودی و خودت هم سازنده اون جوک بودی بخند. حالا چرا ماهی ها به هم دیگه دست نمیدن؟ چون دستاشون خیس. و اما دعوای سیاره ها، دیدید که میگن این سیاره ما جزء یه قسمتش هستیم و خیلی کهکشان ها وجود داره و اینها. اگر سیاره ها با هم دیگه دعواشون بشه خدا چی میگه؟ چه کار میکنه؟ فکرشو بکنین. خدا میگه حق با مشتری است. چون تو ایران رسم شده چون دوستان جدیدن حق با مشتری است، اینجا کاستومر ایز رایت رو اونجا هم دارن استفاده میکنن. بله خب میگن آیا بدتر از فراموشی چیز دیگه ای هم هست؟ هست بدتر از فراموشی؟ من که همیشه گفتم اون بنده خدایی که فراموشی بهش دست میده خودش که نمیفهمه، اطرافیانش زجر میکشن، ولی حالا چون حالت جوک داره میگه بدتر از فراموشی فراگربهیه. فراموشی فراگربهیه. من به نوام میگم موش باشو هنوز یه سالش نشده میگه اوکی. خب میدونید که این روزا تو ایران همه دکترن و به هم دیگه میگن برو دکتر ببینت، تو احتیاج به دکتر داری اینا. میگه اگه خودکار حالش بد بشه چه کار میکنه؟ آدم ها حالشون بد میشه چه کار میکنن؟ خودکار اگه حالش بد بشه میره سراغ روان نویس. فکر کنم به اینا تو ایران میگن روان نویس. خب و اما آخرین جوک میگه به نظر شما فیل بنفش رو با چی میکشن؟ یکم فکر کنید، کار داریم باید بریم، وقت نداریم. فیل بنفش رو با تفنگ مخصوص فیل بنفش کش میکشن. میگه حالا اگه فیل قرمز آمد باید چه کار کنیم؟ حتما میخوای بگی میریم تفنگ مال فیل قرمز میاریم. همچین چیزی وجود نداره. میگن فیل قرمز رو رنگش میکنیم بنفش بشه، با همون تفنگ فیل به بنفش کش میکشیمش. حالا هی بگی سوربی خیلی جدیه، 4-5 تا جوک گفتم. جوک گفتن یه هنر میخواد. یه آقای بود اینجا قرنه میزد، معلم ریاضی هم بود، راننده اتوبوس واحد دو طبقه تهران هم بود و یه ویدیویی من ازش پر کردم. به من گفت اینو نشون نده مگر موقعی که من مرده باشم و هرچی میگردم اونو نمیتونم پیدا کنم. فامیلش هم یادم رفته. این میگفت که این خیلی جوک میگفت، همیشه هم یه دفتر داشت و بعضیا بهش میگفتن که آقا شما اگه جوک میگی که دیگه دفتر لازم نداری. میگه این دفتر من خدمت شما، بیا اینجا جوک بگو. میگفت جوک گفتن هنره. اینجا میگن که پانچینگ لاینت چجوری باشه، چجوری دلیور کنی اینا، در اصلت چه خوب چه بد، ببخشید نبخشیدی هم نبخشید. من برنامه رو ممکنه از هفته یه بار به هفته دو بار، سه شنبه و جمعه ها به اصطلاح تقلیل میشه کم کردن، اون یکی چی میشه افزایش بدی. و ممنونم از یکایی که شما، ما امروز 2 ساعت و 50 دقیقه برنامه داشتیم. شما هم لطف کنید اگر میتونید حمایت کنید روی فیسبوک صفحه مردم تیوی، زیر اونجایی که نوشته این آگهی رو شما اگه میبینید، خب ملت هم آگهی شما رو میبینن، نوشته become supporter یعنی حامی ما باشید با مای 5 دلار 4.99. سعید اگرسی امتحان کن ببین کار میکنه. ضمناً اون درس اسپانیشو باز کردی کار میکنه با ویندوهای جدید. یه چیزایی الان اومده بابلون
که مثل که روی اینترنت و اینها هست، اونم امتحان کن. من خودم این درس انگلیسی رو با کامپیوتر کار کردم تا قسمت 5 و خوب بود، بالاخره مؤثر. خب ساحل لختی های برلین فراوان است، جاتون خالی. keep on going more power to you. ممنون و متشکرم. و ناختم اسم راشن، این چرا آقای مسبا برای ما جرمن مینیسه؟ other thousand middle laufen order. آقا دیگه حالا آلمانی تو به رخ ما نکش، همون انگلیسی دست با شکسته برای من بنویس تا منم بفهمم. دوستان عزیز، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، آخر هفته خوبی داشته باشید، و اگر اهل نوشیدن مشروب هستید لطفاً به اندازه کافی بنوشید، اگر هم میتونید اصلا ننوشید. فیلم های ایرانی چقدر چپ و راست نشون میده مشروب میخورن و مشروب خرید و فروش میکنن اینها، مثل که حکومت آخوندام آخرش به همون نتیجه میرسه که دولت آمریکا بعد از اینکه ممنوع کرده بود مشروب و اینا رو، سالهای خشکی بهش میگفتن اینجا، گفت که آقا آزادش کنین، مردم میرن میخورن، به ما مالیات میدن و حالا بعدم میگیریمشون و بعدم گواهینامه‌شون رو باطل میکنین، بعدم جریمه و اینها. و فکر کنم آخوندا هم این کارو میکنن. سر این کرونا که گفتن خب الکل که آزاد شد، به زودی حجاب هم آزاد میشه. دوستان اگر درباره موضوعی میخوان صحبت کنید بنویسید به ما خبر بدید، اگر چیزی بود که منم به اصطلاح نظرم جلب شد با هم میتونیم برنامه داشته باشیم. آقای مسبا وقتی اومده بود اینجا قرار بود یکی دو بار با ما تماس بگیره، مهمان برنامه باشه. ماشاءالله وقتی میاد اینجا از بس همش فکر پول و پول ساختن و قرارداد و واردات و صادرات هست، دوستان رو فراموش میکنه. و اما یک کاغذی من نوشتم گذاشتم اینجا، چقدرم خوشخط نوشتم، اینو بذارم اینجا و برای اختتام یا برای حسن ختام که حافظ گفته ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه میپنداشتیم، یا بگیم چه غلط بود آنچه میپنداشتیم. لطف کنید، حمایت کنید، ثابت کنید که ما اشتباه نکردیم و زیاران چشم یاری داشتن کار درستیه. حتی اون شعر زمستانم میگه که نفس کینه است پس دیگر چه داری چشم ز دست دوستان دور یا نزدیک، که متاسفانه آقای شجریان اشتباه خوند ز چشم دوستان دور یا نزدیک. ضمناً آقای شجریان هفته پیش رفت بیمارستان، دوباره رفت منزل، دوباره طبق معمول نوشتن فوت شده. و آدم های عجیبی هستیم، ملت عجیبی هستیم. شما نظرتون چیه درباره همه این چیزایی که من گفتم؟ ساعت 4:54 بعد از ظهر به وقت واشنگتن شرق آمریکا، 1:54 به وقت غرب آمریکاست. روز و روزگار بر شما خوش.